به یغما بردی از سفره نانم را، گرفتی جان پرشور جوانم را، شکستی هم قلم هم استخوانم را، ندیدی خشم سرخ ناگهانم را. درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی، پریسا هستم، با شما خواهم بود در برنامه دیگری از برنامه میهن پرستان با جناب آقای رضا احمدی از آلمان. رضا احمدی عزیز که این افتخار رو داریم که در خدمت ایشون باشیم، اما پیش از اون باید یک خبر ناگوار رو خدمت شما دوستان عرض کنم. مانوک خدابخشیان عزیز دار فانی رو وداع گفت. بسیار بسیار متاثر شدم. من آخرین خبری که از خانواده ایشون به دست آورده بودم گفتن که حالشون رو به بهبودی است و چشماشون رو باز کردن، اما متاسفانه دقایقی پیش مطلع شدم که ایشون فوت شدن. واقعا متاسف هستم و به تمام جامعه ایرانی در سراسر جهان درگذشت ایشون رو تسلیت میگم. واقعا سوگ بزرگی است برای ما ایرانیان، یک انسان وطن پرست رو از دست دادیم، یک مبارز راستین رو. خب درود میفرستیم به جناب آقای احمدی از آلمان. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. درود بر شما سرکار بانو پریسا گرامی و درود بر همه بینشگران برنامه تلویزیونی شما در اسرائیل و سراسر جهان، و امیدوارم که حالتون خوب باشه و بعد از چند هفته در خدمتون هستیم تا به پرسش‌های شما و بینشگران پاسخ بدیم. متاسفانه یه مقدار غیبت ما طولانی شد و این سعادت رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم. دوستان بینندگان و شنوندگان ما بسیار بیتابی کردن، برای ما پیام دادن و به همه وعده دادیم، گفتیم امشب در خدمت آقای رضا احمدی خواهیم بود. سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ایزرائیل پارس تیوی قرار میدین و واقعا تحسین میکنیم و عرض میذاریم این حرکت شما رو. جناب احمدی عزیز، این روزها صحبت بر سر 14 نفری هست که یک بیانیه‌ای نوشتن و خواستار برکناری آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدن. همه جا دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن و همه دارن در واقع در یک وضعیتی مردم گیج شدن. یه عده میگن که کمپین را انداختن، من نفر 15 هستم و دارن در واقع حمایت میکنن از این حرکت 14 نفر در ایران. یه عده هم میگن که این خود پروژه وزارت اطلاعات رژیم هست برای اینکه دوباره ملت رو
فریب بدن و ملت رو خسته کنن، مثل قضایایی که شاهدش بودیم، جنبش سبز و داستانهای دیگه که حالا در طول مدت زمان متوجه شدیم که اینا همه پروژه جمهوری اسلامی برای ناکام ماندن حرکت مردم بود، حرکت اعتراضی مردم. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیست؟ عرضم به حضور شما، اجازه بفرمایید من در همین ابتدا یادآوری بکنم که خیلی از دوستان از همون هفته‌ای که به اصطلاح هفته آخری که ما گفته بودم داشتیم، هفته بعدش پنجشنبه، خیلی برای من پیام اومد که آقای احمدی برنامه نیست. اینا گفتم که این هفته نیست، امکان داره یکی دو هفته نباشه. هفته دوم تعداد پیام‌ها بیشتر شد، هفته سوم دیگه بسیار بیشتر شد که چرا برنامه نداری. نام منم گفتم که خب حالا یک مسافرتی هستش، بانو پریسا مسافرت رفتن، حالا امیدواریم که ایشون برگشتن برنامه ادامه داشته باشه. و در ضمن این تلویزیونی که من در خدمتون هستم، من به عنوان یک مهمان اینجا اومدم، من مورد لطف قرار دادن، دعوت کردن اومدم. مثل تلویزیون ایران آریایی نیست که من هر هفته اینجا برنامه داشته باشم، حالا یه چند هفته پشت سر هم بود کمی بد عادت شدیم. برای به این وسیله خواستم سپاسگزاری بکنم از همه خانم آقایون، به ویژه واقعا میگم بچه ها از داخل کشور که با چه مشکلاتی عرض کنم. من نمیدونیم دیگه ماهواره ها رو پارازیت میدازن، چه بگم سایت ها رو خراب میکنن، ولی به هر حال چقدر این بچه ها لطف داشتن و من بین عادتشون سپاسگزارم که اینقدر با بسواس و دقت عرض کنم اصلا لطف کرد. این در این رابطه. در مورد مانو خدابخشیان، همونطور که شما فرمودید، من حدود 4-5 دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع بشه، یکی از همرزمانم از همین آلمان برای من پیامی فرستاد. البته ایشون نوشته بود که معلوم نیست، تو همه جا اینطوری نوشتن، ولی که همین که شما فرمودید، منم مراتب دستیت خودم رو به خاطر درگذشت مانو خدابخشیان به خانواده ایشون عرض میکنم. و خب طبیعتا مانو اومده بود تو برنامه سیاسی، کار سیاسی میکرد، مفسر بسیار ارزنده ای هم بود. و حضور شما عرض کنم که حالا دیگه گذشته ها گذشته دیگه، ولی به هر حال مانو از جنس خودمون بود، بچه میهن پرستی بود. ما مانو خدابخشیان رو در قبل از اینکه آدم سیاسی بدونیم و بچه های اون نسل، مانوک رو یه ورزشی میدونستیم، یکی از بهترین میتونم بگم مفسرین فوتبال بود و صدای دلنشینی داشت. بازی های فوتبال رو اون موقع که به ویژه بازی تیم ملی رو که عرض کنم مانوک خدابخشیان گزارش میکرد. البته خب جناب آقای حبیب روشنزاده یک وصف دیگری بود در فوتبال، ما به گوشمون به صدای آقای روشنزاده عادت دیگری داشت، زنگ به خصوصی داشت، ولی به هر حال مانو خدابخشیان هم مفسر بسیار خوبی بود، بازی رو خوب تفسیر میکرد عرض کنم. و حضورتون عرض کنم که این مانوک عزیز تفسیرهایی که راجع به فوتبال میکرد یه تفسیرهای ویژه خاص خودش بود، یعنی خودش اساسا یه آدمی بود هنگام حرف زدن ویژگی های خاص خودش رو داشت. به هر حال وقتی که همه ما آواره دنیا شدیم، ایشون هم مثل همه اومدن و وسط از لس آنجلس سر آوردن و به حداقلش این هستش که ساکت ننشست، فعالیت کرد. حالا بعضی موقع ها این بر رفت، بعضی موقع اون طرف گفت، بعضی موقع انتقاد کرد، بعضی موقع یه دیدگاه های داشت که مورد پسند یه بخشی از جامعه، از جمله خود من نبود، ولی در نهایت مانو خدابخشیان ساکت نبود، فعالیت کرد، مبارزه کرد، فریاد زد، دلسوزی کرد برای جوانان ایران، دلسوزی کرد برای ملت ایران، دلسوزی کرد برای کشورش، دلسوزی کرد برای تاریخ مملکتش. و به هر حال مانو خدابخشیان در صحنه بود، یادش گرامی، روان شاد، یادش گرامی، و راهش ادامه باد. من بازم تسلیت میگم به خانواده محترمش و در وهله اول به بعد از خانواده مانو خدابخشیان به جامعه ورزشی ایران، به همه ورزش دوستان و به همه مبارزین که به هر حال ما یک انسان خوب رو از دست دادیم. و من بسیار متاسفم که مانو خدابخشیان رو دیگه نداریم، روان شاد و یادش همیشه گرام. حضور شما عرض کنم، اما در مورد پرسشی که شما مطرح فرمودید سرکار بانو،
پریسا در مورد این جریان 14 تن که به قول بچه ها که توی دنیای مجازی اسمشو گذاشتن 14 معصوم، و این دو قسمت داشت. قسمت اولش یه عده اومدن نوشتن که این خامنه ای باید استعفا بده، از رهبریت بره کنار. به عبارتی خیلی ساده تر عرض کنم، یه اصلاحاتی در درون دستگاه حاکمیت بشه و خب دیگه همون جریان اصلاحات سبز، منتها حالا یه ذره رنگ و لعابش رو عوض کرده بودن. بعد که دیدن که نه این همچین یخشون نگرفت، اومدن و گفتن که به اصطلاح براندازی و فلان. ببینید بانو پریسا، من یه فرمولی دارم از در زندگی سیاسی. من هیچ وقت تو زندگیم با فرمول زندگی نکردم و معتقدم که انسان خب طبیعتاً باید عقل داشته باشه، با عقل و منطق زندگی. منتها وقت شما جوانی که عقل و منطق نداری که، منتها دیگه پا به سن که میذاری، به یه مرحله‌ای که میرسی که باید دیگه با عقل و منطق زندگی کنی نه با احساسات، خب باید داره یه فرمولی هم تو زندگیت باشه. یکی میخواد بشه قصاب، یکی میخواد بشه مثلا دادستان، یکی میخواد بشه خلبان، دیگه باید تعریف زندگی تو روشن کنی، یعنی به زندگیت یه شکلی بده. منم همیشه یه خطوطی رو برای خودم در زندگی گذاشتم، در زندگی شخصی، ولی حالا بحث ما بحث سیاسی است. در زندگی سیاسی من یک فرمولی رو برای خودم نوشتم. این فرمول این بوده که ببین چی داره چی میگه. ملاحظه فرمودید؟ ببین حرف از دهان کی بیرون میاد. اگر روزی روزگاری این بنگاه لجن پراکنی بی بی سی لندن اگر اومد و گفت، یعنی همه کارمنداش اومدن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران رو گذاشتن، همشون با هم یه صدا گفتن جاوید شاه، مطمئن 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 باشید که من یکی دیگه نمیگم جاوید شاه، چون من میدونم این حرف دهان کی داره میاد بیرون. از دهان انگلیس میاد بیرون. من از لحظه ای که بنگاه لجن پراکنی بی بی سی و صدای امریکا و سایر این اراذل اوباش بگن جاوید شاه، من سریع جمهوری خواه میشم. این از من. چرا؟ چون من میدونم که اینو که میگم من به دلیل اینکه تجربه کمی ندارم در مسائل سیاسی، نمیگم سیاست ندارم، ولی به هر حال بیش از 30 سال عمرم تو این کار گذاشتم، بهترین لحظات زندگیمو گذاشتم و خب خیلی کشیده خوردم، خیلی بالا پایین شدم. وقتی که من اسامی کسانی رو که رفتم و این جریان رو در خارج از کشور که مد شده میگن من 15 امی هم، من این نفر من 14 معصوم رفتم تا 15 معصوم، من اول اسامی رو نگاه میکنم. اگر این اسامی باشن که بعد انسان‌های ملی، و صحبت من بر سر سلطنت نیست اصلا و ابدا، انسان‌های ملی باشن، آدم میتونه جمهوری خواه باشه، میتونه عرض کنم سوسیالیست باشه، کمونیست باشه، هر مرام سیاسی داشته باشه، ولی پیش از این که شما هر مرام سیاسی داشته باشی باید از نظر انسانی انسان پاکی باشی، انسانی باشی که بی قلقش باشی، بی آلایش باشی. انسانی که انسانهایی که بیان زیر این ورقه رو امضا کنن، من اول امضا رو نگاه میکنم، مثل جریان شورای ملی. وقتی که پای شورای ملی اعلیحضرت رضا شاه دوم امضا میکنن، اولیحضرت امضا میکنن و عده‌ای از بزرگواران، طبیعی است که بیدرنگ با تمام اختلافاتی که همون موقع ایمیلشو دادن، گفتم با همه اختلافاتی که هست، عذر میخوام، با همه اشکالاتی که هست، من وظیفه خودم میدونم به عنوان یک میهن پرست، چون به هر حال ما این ادعا رو داریم که ما میهن پرستیم، به عنوان یک میهن پرست من زیر این امضای این شورای ملی رو امضا کنم و به همم پیشنهاد میکنم در این شرایط پشت پادشاهتون رو خالی نکنید. نگفتم باید این کارو بکنید، نگفتم که این دستور مثلا کسی نیستم بخوام به کسی دستور بدم یا باید بگم، گفتم پیشنهاد میکنم. ایمیلش هم پخش کردم، همون موقع هم در رادیویی که صحبت میکردم، رادیو ایران در یوستون تگزاس، همون موقع هم این ایمیلم رو خوندم و نزدیک به شب بگم 6-7 جلسه هم مدام راجع به این جریان شورا مدام گفتم که این وظیفه میهن پرستانی که حمایت کنم با همه اشکالاتی که بود و مسائلی که بود. اما وقتی که من اسامی کسانی رو میبینم که من با داخل کشور کاری ندارم، من چون بدون تعارف بهتون بگم،
حالا اینا میرن قاپه یه مادر شریفی رو به اسم ستاره بهشتی رو میدوزن، یه دوتا انسان با شرف، اون یه داستان دیگریست. من که بچه نیستم که، منم تو ایران باشم میتونم برم چهار تا روزه بخونم مادر ستاره بهشتی رو بیارم زیر ورقه منم یه چهار تا خط نمیشتم بیاد امضا کنه، اون بچهشو از دست داده. ما باید عاقل باشیم. من وقتی که در خارج از کشور میبینم، من چند تا اسم و مثال میزنم. شهره آقداشلو، شهره آقداشلو برای من سمبل یک زن که فساد اخلاقی داره. من با فساد مالیشو نمیدونم و نمیگم، فساد اخلاقی داره. چی میگه همکارانش؟ سعید کنگرانی، آقا سعید کنگرانی مأمور رژیم بود، منم میدونم مأمور رژیم بود، ولی به فساد اخلاقی شهره آقداشلو اشاره کرد و دلیل آورد. اصلا هم صحبت من سعید اون چیز اسمش هم یه لحظه سری یادم رفت، سعید کنگرانی، عذر میخوام، همون که فیلم در امتداد شب بازی کرد، من اصلا با اون قسمتش کار ندارم. من بچه یا اون مملکتم. من آدمی مثل شهره آقداشلو رو میشناسم. این یک زن توده یک کثیفی. این شخص 100% ضد سلطنته. عقده هنرپیشگی هم گشتتش. هیچی هم نبود. خیلی راحت بهتون میگم، یه دو تا فیلم هم تو ایران بازی کرد. اگر اومد فیلم عرض کنم سوت دلانم با بهروز وسوق بازی کرد، بهروز وسوق دستش گرفت آورد به خاطر اون ترکیب صورتش که به اون نقش میخورد، وگرنه نه به خاطر هنرمند بود. وقتی که من میبینم زیر این ورقه رو نازیلا گلستان، به گفته بنده نازیلا دزده که اسمش اصلیش هم لیلا گلستانه است یا لیلا گلستان، بهش میگن نازیلا، حالا هر احمقی است، یک زن بی سواد، بی شعور، دزد، فساد اخلاقی و فساد مالی داره در فرانسه که باعث تفرقه شد و 4 سال اپوزیسیون ایرانی رو مچل خودش کرد. وقتی تو ذهن خودش خیال میکرد مثلا داره رضا پهلوی رو گول میزنه. یه آدم بسیار بسیار بی شعوری که باور بفرمایید من از این نازیلا گلستان بی شعورتر، احمقتر در بین تمام ایرانیانی که میگن ما فعال سیاسی هستیم ندیدم. البته نفر دومش هم الان میگم، یعنی مدال طلا رو نازیلا گلستان داره، ولی بسیار شارلاتانه. واقعا رو دست شهرام همایون بلند شده. شهرام همایون جلو نازیلا گلستان باید لنگ بندازه. واقعا من بگم، من اعتبار کلامو از دست نمیدم. و رضا پیرزاده که اسم اونو من گذاشتم رضا دلال یا رضا پاهنداز، فرقی نمیکنه. یک کسی که هم فساد اخلاقی داره هم فساد مالی داره. و سایر اراذل اوباش، وقتی که صحبت مسیح علی‌نژاد به گفته بنده معصوم قمی اونجا باشه، وقتی که پای این جریان نوریزاد باشه، وقتی پای این جریان یه سری اراذل اوباشی که اسامیشون اونجا هستن، همشون هم نوشتن کنشگر سیاسی و فعال سیاسی چه و چه و چه، همشون توده‌ای، همشون ضد پهلوی، همشون ضد سلطنت و ضد مشروطه، من نه تنها دنبال این 14 معصوم نمیرم، بلکه هر جام بشینم به همه میگم این هم یک بازی سیاسی جدید. میخواید رای بدید، امضا کنید، نفر 15 باشیم، 48 باشیم، 120 باشیم. مثلا آقای شهبال شهپره، آقای شهبال شهپره، شما به ما بفرمایید در طی این 40 اشغال ایران شما یکی از فعالیت‌های سیاسیتون رو برای ما نام ببرید. شما نه خواننده بودی در حد خواننده‌های بزرگی مثل شاهرخ، مثل حتی مثل برادرت شهرام که کار کرد، شهرام شهپره چند سال واقعا فعالیت سیاسی کرد در حد خودش و واقعا فعالیت کرد. شهبال اصلا عددی نیست، یه کسی که حالا چه بدونم یه گروهی درست میکنه، نمیدونم گربه قرمز، گربه سیاه، تو ایرانم زمان شام تو همش تو این دیسکو میسکا بودن، دنبال فرهاد و بلکتس و نمیدونم، ما بچهای زمان شام اینا رو میشناسیم. شهبال شهپره اومده برای ما شده سیاسی. نمیگم اشکالی داره، اشکال میدونید بانو پریسا از کجا آغاز میشه؟ اشکال از اونجا آغاز میشه که شخصی مثل شما، به طور مثال عرض میکنم، نه که بخوام خودشیرینی کنم، شخصی مثل شما به طور مثال عرض میکنم 10 اومدی تو کار سیاسی، یه تلویزیون زدید و با 1001 مشکلاتی که یه گوشش هم من خود من اطلاع دارم با چه مشکلاتی شما دارید، چراغ این تلویزیون رو روشن نگه میدارید، 10 اومدی تو این کار. من همین الان از گرد را رسیدم، بعد میخوام در برابر شما بیام ادعا بکنم. این نمیشه، این جور در نمیاد. آقای شهبال شهپره، شما اول برادری تو ثابت بکن، بعد بیا جلو دوربین بشین بگو ما هنرمندان نقش بزرگی رو در جامعه داریم.
اگر من فرض کنم که تو هنرمند باشی که نیستی، از نظر من نیستی، شاید از نظر دیگران باشی، چون من به عنوان ایرانی حق دارم نظرمو بدم. اگه تو به فرضم هنرمند باشی، توی هنرمند در جامعه دقیقا نقش مهمی داری، ولی نقش تو بازی نکردی. شهری آقداشلو با یه دونه فیلم سنگساری که با پرویز صیاد بازی کرد، یا با دو سه تا مانوی که اومد و شد دربون توی هالیوود، و یا اصلا شد قهرمان خوشبختی، خیلی هم دوست داره مثلا مطرح بشه، بگه من یکی از هنرپیشه های نامبر وان ایرانم. تو انگشت کوچیک فروزان و پوری بنایی نمیشه، خودت میدونی، چون نه پیشت هنره که بهت بگن هنرپیشه، نه اساسا شعور هنری داری. چهار تا دکلمه هم میره میکنه بغل این یارو لیلا فروهره، این از اون بی سوادتر، اون از اون بی سوادتر. به هر حال شما که ادعای هنرمندی میکنین، 40 سال خبر مرگتون کجا بودین؟ حالا اومدین زیر این ورقه رو امضا کردین به خاطر اینکه توده‌ای ها پشت این جریان خوابیدن. حالا نمیگم شهبال شهبر توده‌ای ها، بنده خدا نه، این توده‌ای نیست، اینو کشیدنش تو این بازی. حالا این چطوری وارد این بازی شده خودش داستانی که من از پشت پرده‌اش فعلا خبری ندارم، ولی خبرها بیرون میاد. و بسیار من تعجب کردم که مثلا این آدم بیاد بشینه یه ویدیو خودش بده بیرون و بگه ما الان باید راجع به اتحاد صحبت بکنیم. اینا میدونی جریان مشکوکه، و جریانی که مشکوک باشه، من یه حسی دارم، یه حس عجیبی، نمیدونم بهش میگن حس ششم، حس 27م، حس نمیدونم، حس 94م، نمیدونم اسمش چیه، اینا یه عدد مددی بهش میگن. من یه حسی دارم که این حس من، این مشام من به من میگه که این بو میده. و مطمئنم باشی که یه 2-3 هفته دیگه، 4 هفته، 5 هفته، نه 2 ماه دیگه، اینم بادش میخوابه. چون وقتی که شما پایگاه مردمی نداشته باشی، وقتی شما پایگاه در دل جامعه نداشته باشی، کارت با حساب کتاب نباشه، از بین میره. من یه مثال خیلی ساده بزنم و به حضورتون عرض کنم به این موضوع پایان بدم. شما ببینید الان همین خواننده های ایرانی که میرن رو سن آواز میخونن، کنسرت میذارن، فرقی نمیکنه کدومشون، خواننده های زمان شاهنشاه رو میگن، همشون، اونا که در زمان شاهنشاه خواننده بودن، شما ببینید اینا رو سر سن میرن آواز میخونن، میرن رو صحنه، آهنگای قدیمیشون رو میخونن یا جدیدشون رو؟ بیشتر آهنگای قدیمیشون. چرا؟ چون اون آهنگا خاطر انگیز مونده برای ما، حتی نسلی که اون آهنگا رو نشنیده، باش خاطره نداره، اون آهنگا رو میشنوه، کیف میکنه. آهنگایی که جدید دادن به جز یه تعدادش که بوی و رنگ و بوی سیاسی داشته، بقیه‌اش چقدر زود گذر بوده؟ یه ماه، 2 ماه، 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، 2 سال حداکثر آهنگ تو دهنا چرخیده و از بین رفته. ولی شما مثلا می‌بینی آهنگی که 50 سال پیش، 60 سال پیش ویگن خونده، هایده خونده، ستار خونده، نمی‌دونم همیرا خونده، هنرمندان ما خوندن، هنوز که هنوز دلنشینه. حتی بعضی موقع خودشون میان آهنگاشون رو با یه فرم دیگری چیز میکنن، دوباره میخوننش. چرا؟ به دلیل اینکه پایه داشته اون آهنگ. اولا شعر قشنگ بوده، دوما تنظیم آهنگ قشنگ بوده، سوما خود آهنگی که روش بوده قشنگ بوده، قشنگ اجرا شده، همه اینا اومده تو قالب یه خاطره خیلی قشنگ. ولی آهنگی که الان میخونن شیلنگ تخت است و میان و سر مردم گرم میکنن، و حالا چه خواننده های قدیم باشن چه خواننده جدید، از یادها میره. چرا اینو عرض کردم؟ به دلیل اینکه ترانه های قدیمی ریشه داره، شعر قشنگه. مثلا شما آهنگ گل یخ استاد کوروش یغمایی رو گوش میکنی، انگار همین الان خوندتش، تازه تازه است، آهنگی که 47 سال پیش خوند. ولی که آهنگایی که الان میخونن ریشه چون نداره سریع از بین میره. این مثل جریان همین 14 معصومه. این 14 معصوم ریشه نداره، مگر جریان اصلاحات ریشه داشت. ببینید بالاترین آسی که به قول قماربازا، بالاترین آسی که جمهوری اشغالگر اسلامی وزارت اطلاعاتون زمین بزنه، جریان موسوی و کروبی بود. چی شد؟ کشید به یه تظاهراتی که یک بخشی از جامعه باهوش سیاسی ایران از اون فرصت استفاده کرد، اومد تو خیابون. بعد از 5 روز که نیروهای مردم بر حاکمیت، بر دستگاه امنیتی رژیم چربیدن، یک مرتبه شعارها عوض شد، از شعار یا حسین میر حسین یه مرتبه شعار شد چی؟ میر حسین بهانه است، نمیدونم کل رژیم نشانه است، و از این چیزا، مرگ بر خامنه ای. ملاحظه میفهمید؟ جریان عوض شد تا رژیم فهمید اوی 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 او داره از کنترل ما خارج میشه. و بیشک انگلستان که دید از کنترل داره خارج میشه، بلافاصله، من قشنگ روزش یادمه، تو تلویزیون آلمان که خبرنگار بی بی سی از تهران داشت گزارش میداد، ازش پرسیدن که بوی انقلاب میاد، گفت خشونت و ناآرامی، بله انقلاب نه، یعنی بزنید، و سرکوب آغاز شد.
و سرکوب آغاز شد. این جریان 14 معصوم و 24000 پیغمبر رو نمیدونم تو ماچ بکن من ماچ بکن، اینا یه دو سه هفته این موده. جریان فقط اینه سر کار بزنید. یه عده ای ببینید فرقه تبهکاران در داخل کشور شعبه داره در خارج از کشور. یکی از شعبه هاش لندنه، یکی از شعباتش لس آنجلسه. لندن و لس آنجلس هماهنگن با وزارت اطلاعات در تهران که هر رفت چنگای این برنامه که وجود میاد یه دفعه از دل شهری آقداشلو میاد بیرون، هوشنگ توزیع میاد بیرون، از دلش عارف خواننده میاد بیرون، از دلش نازیلا گلستان میاد بیرون، از دلش رضا پیرزاده میاد بیرون و 4-5 تا بلنگو توی چیزاشون دارن، جلو دوربینا دارن، مثل که علیرضا نوریزاده که میره کی رو دعوت میکنه؟ حسن شریعت مداری که بنده بهش میگم حسن صدقه خور، پسر اون آخونده جنایتکار و دوز کاظم شریعت مداری و یه سری چیز دیگه باز بلنگو دارن مثل محمد امینی که من بهش میگم محمد وزق، واقعا دیگه شد کپی وزق. و اون یکی جناب آقای سردار عظمت شتوریان برام شتور که اونم دیگه ماشاءالله اونم به جمع پیوسته. اینا چیز دارن، اینا آدم دارن. تمام اینایی که توی لس آنجلسن زیر چتر حمایت شارلاتان معروف شهرام همایونن، اونایی هم که در خارج از امریکا هستن زیر چتر این یکی مزدور اجاره شماره یک لندن علیرضا نوریزاده هستن. این کل قضیه است. من تا زمانی که به گوش خودم نشنوم، با چشمای خودم نبینم که ملت ایران اومده تو خیابونا و فریاد پاینده ایران جاوید شاهزاده، به هیچ چیز اینا اعتقاد ندارم. چون همیشه گفتم بازم میگم ایران به دست میهن پرستان نجات میکنه، پیدا میکنه، نه به دست معصوم قومی و گلستان و نه به دست این آشغالا. خیلی راحت بگم در خدمتتونم. بفرمایید. بله، سپاس از توضیحاتتون. لازمه که یادآوری کنم بعضی از دوستان کامنت گذاشتن، نوشتن که در گذشت آقای مانو که خدابخشیان یه شایعه است، ایشون هنوز در قید حیات هستن. منم امیدوارم. در حال دوستی که اینو بر من فرستاده بود گفتن، اول گفتن من و تو، شبکه من و تو هم تایید کرده، ولی الان می نویسن که شبکه من و تو هم تکذیب کرده که ایشون در قید حیات هستن. منم امیدوارم که این خبر دروغ باشه. و ضمن اینکه سپاس از توضیحات جامع شما آقای احمدی. البته شکست نفسی فرمودید، این تلویزیون متعلق به خودتون هست. چرا فرمودین که در ایران آریایی؟ بله، اونجا همیشه حضور خواهید داشت ولی اینجا مهمان هستید، در حالی که این چنین نیست. این تلویزیون تلویزیون مردمی است و هر کسی که از دل مردم برخواسته باشه متعلق به این تلویزیون هست. و سپاس از این توضیحات. توی این هفته‌ای که گذشت، خب رسانه‌هایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، کسانی که فعالیت شبکه اجتماعی دارند، یه عده صحبت کردن که آره ایران شکست خورده، نمیدونم ایران داره، جمهوری اسلامی داره یک امپراتوری بزرگ در سطح خاورمیانه میزنه، آمریکا کنار کشیده. و امروز هم گفتن که آمریکا پیشنهاد رشوه داده به ناوگانی که در به سمت سوریه، ناوگان ایرانی آدریان که به سمت سوریه داره میره و نفت داره، به در واقع به راننده و به ناخدای این ناو پیشنهاد رشوه داده آمریکا و اون این پیشنهاد رو نپذیرفته و از اقتدار جمهوری اسلامی صحبت کردن که همچنان در حال فعالیت خودش هست بدون اینکه اعتنایی بکنه به تحریم ها. و میدونین دیگه شعارای جمهوری اسلامی که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و همچنان ما داریم کار خودمون رو ادامه میدیم، نفتکشمون هم آزاد کردن، زورشون به ما نمیرسه، ما نفتمون هم میبریم سوریه، به کارمون هم ادامه میدیم. شما چی فکر میکنیم؟ واقعا تحریم های آمریکا و دونالد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی موفق بوده، تأثیرگذار بوده،
فکر میکنین که با توجه به اینکه الان ایمانوئل مکرون پیشنهاد داده که 15 میلیارد دلار رو به جمهوری اسلامی بده تا جمهوری اسلامی برگرده بر سر برجام و غنی‌سازی اورانیوم رو از سر نگیره، جریان چیه؟ بازی سیاسی الان به کجاست؟ چه میشود کرد؟ چطوری میتونیم تحلیل کنیم این اتفاقات رو؟ عرضم به حضور شما، هر وقت جمهوری اسلامی به شما گفت الان فرض فهمید ساعت 20 دقیقه به 9 شب به وقت آلمان، اگر جمهوری اسلامی اعلام کرد همین الان ساعت 20 دقیقه به 9 شب، بدونید دروغ میگه، ساعت الان 20 دقیقه به 9 صبح، هر چی اینا میگن دروغ میگن، اینها سر خود خدا رو کلا میذارن، ثابت کردن اینو. الان شما نگاه کنید محرمو تو ایران، این دیگه محرم نیست، رسما و علنا کاباره ها رو آوردن وسط خیابونا، شمر و یزید و معاویه و حسین وسط خیابونا همدیگر میزنن، میرن میشینن تو چادر، دستشون توی قیمه پلو دارن با هم قیمه میخورن، بعد شمر نشسته داره تریاک میکشه، شمر تریاکی نیده بود. این از وضعیت محرم و سفره. بعد شیرایی که مثلا اینا اومدن مثلا شیر رو مسخره بکنن، از این چیز به اصطلاح رفتن توی این جلد شیر، بعد شیره که مثلا باید ادای شیر در بیاره دیگه، خب چرا رفتی تو جلد شیر؟ بعد یعنی ادای شیر در بیاره، شیره واسهش دارن طبل و چیز میزنن، داره مثل بانو جمیله میرقصه. خب این کسی که محرم سفر رو واسه دیسکو بکنه، طبیعتا میاد به شما چی میگه؟ میاد میگه که کشتی ما داره به سلامتی میمنت مبارک، بله پر نفتم هست، ما داریم میریم سوریه، همین الان یکی از رفقای ترامپ با چیز اینقدر اینا بیشورن، خیال میکنن طرف مقابلشون هم خوششون بیشوره، مثلا خیال میکنن که کشتی اتوبوس چیز بوده، لوانتور بوده، داشته مثلا تو جاده میرفته، بعد یه دونه ماشین اومده بغل اینا بی بی بوق زده گفته بکش کنار، حامل یه پیام میام برات، مثلا یه مسافر جا گذاشتی، بعد یه مثلا کشتی اومده از بغل کشتی نفتکش جمهوری اسلامی رد شده، بوق زده مثلا گفته محمد آقا برادر مثلا حسین علی، بله یه پیام از ترامپ واسه دارم، یه دقیقه ترمز دستیت بکش واسه دریای مدیترانه، میخوام یه پیام بدم. چیه؟ همین الان پرزیدنت ترامپ گفته مثلا میخوام، چقدر بوده پولش؟ 150 میلیون، حالا مبلغی که شما فرمودین مثلا 100 میلیون 150 میلیون میخوام بهت بدیم، تو رو به حضرت عباس اینو بذار اون بغل کشتیه، حتما بده اینو به علی شیره‌ای، بعد ما از شما هم میترسیم، نفتت هم هر جا دوست داری ببر، ببخشید اصلا ما مزاحمت شدیم، اون چند وقت هم که تو جبل و طارق بود، فقط میخواستیم یه ذره بگیم که چیزه مثلا باعث افتخار ماست، تو کشید اونجاست. خب این داره مزخرف میگه، مرغ پخته تو قابلمه میخنده، مرده ها تو زیر قبر میخندن، هرچی آدم که یه ذره حالش خوش نیست تو چیزای به اصطلاح آسایشگاه روانی اونا میخندن، همه میخندن. خب این داره پرت و پلا میگه، ضربات انقدر سنگین بوده که شمرشون با امام حسین داره قیمه میخوره، ماویهشون نشسته داره تریاک میکشه، شیرشون وسط خیابون داره بشکم میزنه، اون یکم داره تپ میزنه، بعد دخترها هم اومدن تو خیابون، اونا هم دارن زنجیر میزنن. خب دیگه چجوری یه رژیم بعدشون بده من به انتها رسیدم؟ شما فراموش نکنید 5 6 سال پیش، بیش جای دوری نمیرم، ها روزای اول شروعش 57 نمیگم، شما تشریف ببرید 4 5 سال پیش محرم اینا رو نگاه کنید، اینجوری بود محرم، شما تو خیابونای تهران مثلا میدید یارو داره واسه چیز میزنه، آهنگ هایده رو داشت میزد با تپ مثلا محرم. خب این داره نشون میده کارشون تموم. این از این قسمت کمیکش که این صحنه رو بند برای شما ترسیم کردن، این قسمت کمیک فرقه تبهکارانه. اما واقعیت امر چیز، ببینید از روز اول ایرانیان باهوش، یعنی میهن پرستان باهوش واقعی که دنبال لگن فروشی و دنبال سکه فروشی و پرچم فروشی نیستن، جیب مردم خالی نمی کنن به اسم اپوزیسیون، از روز اول من و همه ما گفتیم برجام یک داستان است برای ادامه حیات ننگین فرقه تبهکار. این داستان رو، این سناریو رو انگلیس ها نوشتن، به دست حزب دموکرات امریکا دادن، مجریشم شد حاج حسین اوباما که جمهوری اسلامی رو حداقل برای یک فصل در 15 ساله نگه دارن، چون میدونستن که اگر موفق بشن یک زمان 10 ساله برای اینا بخرن،
در این زمان 10 ساله دیگه تکلیف ایران روشن میشه. چرا؟ بدون تعارف بهتون بگم این نسل بسوزه، نسل بعدی رو بسوزونن، برای زدن جمهوری اسلامی یه زمان 20 ساله دیگه ما میخوایم، یعنی پرورش یک نسل دیگری. بدون تعارف احساسی که من نسبت به محمد رضا شاه پهلوی، من رضا احمدی، احساسی که من نسبت به محمد رضا شاه پهلوی، آریا مهر بزرگ دارم، این احساس رو احساس نه درک، درک یه مقوله دیگری است، این احساس رو نسل جوان نداره. چرا نداره؟ چون من شاهنشاه رو دیدم، لمسش کردم، در اون دوران زندگی کردم. این نسل اون احساس منو نداره، ولی درک بالایی داره، میدونه شاهنشاه چه کار کرده برای ایران. یه داستان دیگری است. نسل بعدی بیاد به اندازه این نسل این درک رو نداره. نسل بعدی بیاد دیگه اساسا درکی نداره. یعنی اون احساسی که من نسبت به شاه دارم به رضا شاه ندارم. اون چیزی که من از درکی که از محمد رضا شاه پهلوی، آریا مهر بزرگ دارم، از رضا شاه بزرگ ندارم، ولی درکشو دارم، شعورشو دارم که از رضا شاه بزرگ چی کار کرده، ولی نه مثل شاهنشاه، چون شاهنشاه رو لمسش کرده. ببینید هدف نگهداری فرقه تبهکارانه، شک به این داستان نکنید. در این داستان تمام دنیا پشت جمهوری اسلامیه. بسیار هم ساده است. ایران یک کشوری هست بزرگ که دارای یک بازار بسیار عظیمی است با 80 میلیون جمعیت، یک کشوری است محتاج به دلیل تحریم‌هایی که خودشون کردن و این تحریم‌ها هیچگاه به نفع سقوط رژیم نبوده، هیچگاه به نفع ملت ایران نبوده، بلکه برعکس بر علیه ملت ایران بوده، به ضرر ملت ایران بوده، چون ملتی که گرسنه است که نمیتونه بیاد تو خیابون. بنابراین یک جهانی از فرصت‌های فرصت به وجود اومده که فرقه تبهکاران در ایران حکومت می‌کنه داره استفاده می‌کنه. یک بازار وسیع رو در دستش داره، یک کشور نفتی‌ز، یک کشوری که دارای ذخایر عظیم گازه و خیلی چیزهای دیگه که اصلا ما نمیدونیم از نظر منابع طبیعی اسم این فلزات چیه، اسم این مواد چیست، یه چیزهای در حد معمول میدونیم. خب اینا نمیخوان همچین گاو نو من شیرده رو از دست بدن، پس به هر طریقی هست میخوان نگرش دارن. بر اساس یه سری اتفاقاتی یه حکومتی در امریکا اومده سر کار، یه دولتی در امریکا اومده سر کار. ما اگر فرض کنیم که دولت کنونی در امریکا اومده که گوش فرقه تبهکاران رو بکشه، طبیعتاً زورش به تنهایی نمیرسه. چرا؟ چون 40 سال پشت این جریان تمام جهان ایستاده. پس تو یه نفره نمیتونی، هرچند ابرقدرت جهان باشی، نمیتونی بیای با اینا سرشاخ بشی، با اینا نه با جمهوری اسلامی ها، با رفقا، چون صحبت بر سر ساکت کردن ژاپن، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمانه. در کنار اینا چند تا مکمل دیگه هم هست: هندوستان، کره جنوبی، برزیل، آرژانتین، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی که مجموعش و ترکیه که مجموعه میان میگن آقا 20 کشور صنعتی جهان، ایتالیا رو هم بیارید داخلش. بعد فقط اینا نیستن، اسپانیا هم میاد، هلند هم میاد، بلژیک هم میاد، سوئد هم میاد، یعنی یه مجموعه دست به دست هم میدن. خب طبیعتاً تمام این مسائلی که اینا راه انداختن، برجام، تحریم، اینا هیچ کدومش به نفع ملت ایران نبوده. نه برجامشون به نفع ملت ایران بود، نه تحریمشون به نفع ملت ایرانه، نه تهدیدهای پوچ و توخالی که توسط امریکا میشه به نفع ملت ایرانه، نه کرکوریایی که جمهوری اسلامی میخونه اینا به نفع ایرانه یا به ضرر جهانه. یک بازی سیاسی است که از سال 1978 این بازی سیاسی آغاز شده، سناریوش نوشته شده، هنرپیشه‌هاش کاملا مشخصن، کتک خور فیلم مشخصه، آرتست فیلم مشخصه، کجا باید رقص و آواز تو فیلم بگنجونن، کجا باید، مثل یه فیلم سینمایی، یه کارگردان وقتی یه فیلمی رو میخواد فیلم تجاری رو درست بکنه، باید فیلم تجاری باشه دیگه، باید توش رقص و آواز باشه، کتککاری باشه، عرق خوری باشه، روزه و نماز باشه، قروآشتی باشه، ماچوبوسه باشه، چون شما فقط نمیدی یه فیلم سیاسی بسازی که تکلیف مشخص باشه یا یه فیلم هنری، مثل اون جریان مزخرفاتی که در ایران اسمشو گذاشتن فیلم‌های سیاسی، شما اومدی فیلم تجاری بسازی. جمهوری اسلامی یک تجارت برای جهان، در این تجارت باید رقص و آواز باشه، بزن بزن باشه، عرق خوری باشه، گریه باشه، بمبگذاری باشه، همه چی باید تو این دیگ باشه، تو این قابلمه باشه، تو این قابلمه‌ای که آش شعله قلمکاره. تمام این حوادثی که در دنیا داره به وجود میاد، آی کشتیشون رو گرفتیم، خودش یه بازی بود،
اونم انگلیسا را انداختن، برای همین تو جبل و طارق نگرش داشتن که تحت کنترل خودشون باشه. آی ما قنیسازی رو بالا میبریم، قنیسازی رو پایین میاریم، اگر اروپا تا پنجشنبه جواب ما رو نده اله میکنیم، 4800 فرصت میدیم، 60 روز فرصت میدیم، عراقچی رو فرستادیم پاریس، ظریف رو فرستادیم سوئد، بعد از سوئد رفت پاریس، بعد من میرم پکن، از پکن میرم مسکو، بعد لاوروف گفت با من پشت جمهوری اسلامی هستم، من میخوام برم کمکش کنم تو آبهای گرم خلیج فار، آی دریای مازندران رو دادن، آی چابهار رو بردن، آی بیان تنگه هرمز رو بردن. عزیز من، ملت ایران، هممیهنان عزیز، بینشگران عزیز، تا زمانی که ملت بزرگ ایران، ملت به گروگان گرفته شده ایران به این درجه از اسمشو تو میخوای بذاری فهم سیاسی، درک سیاسی، شعور ملی، اخلاق ملی، حس میهن پرستی، تو هر اسم میخوای بذار روش، من اسمشو میذارم حس میهن پرستی، که در یک جمله همه چی خلاصه بشه. تا زمانی که شما ملت ایران به حس میهن پرستی نرسید که چه چیزی را داشتید و از دست دادید و در کنارش صاحب چه چیزی شدید و پادشاه خودتون رو به کشور بازنگردونید با یک روش صحیح میهن پرستانه، نه که بریم تو پارک بشینیم آبگوش بخوریم و نمیدونم از پیاده رو رد بشیم سکوت بکنیم و جنبش رقص را بندازیم و جنبش بشکن را بندازیم و جنبش بوق زدن را بندازیم، نه از این حلبی سازی ها. یه ملتی متحد یک پارچه، قرارم نیست 1 میلیون بیاد تو خیابون، در 20,000 نفر توی تهران 16-17 میلیونی، در 20,000 انسانی که از جانش باید بگذرد، مثل ستارخان و باقرخان تشریف برید تو خیابونا، مطمئن باشید که بعد از یه هفته اون 20,000 نفر تبدیل میشه به 20 میلیون نفر، به 10 میلیون نفر، به 3 میلیون نفر، که داخل پرانتز معلوم برای اثبات این حرفم یا برای اینکه این حرف رو بیشتر همینا درک بکنن یه مثال براتون بزنم. هر دفعه همین فرمایش صحبت اول شما که این 14 معصومی که اومدن این جریان رو نوشتن، هر دفعه که میبینن کم میارن سری میرن زیر کت اعلیحضرت رضا شاه دوم. شاهزاده، نظر شما راجع به این 14 تن چیز، این 14 امضا گفتن براندازیم، بر میاندازیم، بر بیانداز، بر بنداز فلان، رضا پهلوی باید چی جواب بده؟ باید بگه که به گور پدر همتون غلطم کردین، خاک بر سرتون. اینطوری که نمیتونه بیاد بگه. پس رضا پهلوی باید بیاد بگه که بله من تایید میکنم، من حمایت و اینا در کار نیستا، جملاتو گوش کنید، منم تایید میکنم، اما چون این شخص، این علازاد رضا شاه دوم یه آدم یه سیاسیه، هر قدمی که برمیداره، هر حرفی که میزنه، من الان خیلی راحت میتونم هر چی دل تنگم میخواد بگم در چارچوب برنامه، ولی علازاد اینطور نمیده با این ادب بیاد بیاد و به این شکل صحبت کنه. ایشون میدونه دهنشو باز بکنه 1 میلیون دشمن داره، 79 میلیون طرفدار داره، 1 میلیون هم دشمن داره، از هر لغتش یه پدر سوخته بازی میخوام بکشم بیرون. بس باید خیلی مواظب حرف زدنش باشه. من برام مهم نیست، من الان میتونم 10 تا اشتباه هم بگم، 20 تا تاریخ اشتباه بگم، 4 تا اسم اشتباه هم بگم، مثلا بگم پایتخت چین و نگم پکن، مثلا بگم پایتخت چین مثلا توکیو. من در جایگاهی نیستم که کسی بخواد من بخوام مسئله رو حل کنم. ایشون در یکی از در همین سوالی که از ایشون شده در یک جمله خیلی قشنگ فرمودن که چرا که نه، چرا فقط 14 نفر، چرا تو میخوای نفر 15، چرا من نفر 15 هم باشم، بیایید بشیم نفر 150,000 نفر، بیایید من بشم نفر 15 میلیون. کسی که اهل درک و دقت و شعور باشه، آدم باشه، مغزش هنوز فاسد نشده باشه، مثل میبودی از تریاد، مثل شهرام همایون از الکل، مثل نوریزاده از حشیش، مغزش هنوز سالم مونده باشه، باید بفهمه که معنای حرف رضا پهلوی، شما میخواد اسمشو بذار ولیعهد، آقای رضا پهلوی، شاهزاده، شاهنشاه، پادشاه، حرف این انسانی که یک شخصیت سیاسی است یعنی چی؟ حرف ما هم همونه. ملت ایران قرار نیست با 20 میلیون همون لحظه بعد 20 میلیون آدم بیاد تو خیابون، نه، شما با 15,000 نفر، 8,000 نفر، 5,000 نفر کارو آغاز کنید، ولی آغاز کنید، به خونه هاتون نرید، یعنی 5-6,000 نفری که از جانش گذاشته، باید جونت بگذاری، بدون دارو بهتون بگم، از جونت میگذاری میای تو خیابون، انقدر بیستید که 5000 تا میشه 50,000 تا، 50,000 تا مطمئن باشید میشه 500,000 تا. شورش 57 چطوری بود؟ در 17 شهریور در میدان ژاله یک جمعیتی حدود 300-400 نفر، نه تو بگو 1000 نفر، نه بگو 3000 نفر، بیشتر که نبودید که بدر بیام. اون جمعیت در چند ماه بعد در تاسوع عاشورا که در اوج تظاهرات
بر علیه دولت شاهنشاهی بود رسید به 200 تا 250 هزار نفر. این دیگه اوج رقمش بود که میگفتن 3 میلیون آدم اومد تو خیابون. پدر میگفت تهران همش 3 میلیون جمعیت داشت، همه جمعیت اومد تو خیابون 200 تا 250 هزار نفر. چرا؟ به دلیل اینکه اون 2 3 هزار نفر یا اون 200 300 نفر یا حالا اون چند نفری که کارو آغاز کردن، اونا ایمان به پیروزی داشتن، ایمان به این راه داشتن. کی بودن؟ مامورین رژیمی که به رهبری هادی غفاری بود. ما هم باید ایمان به این پیروزی داشته باشیم، باید ایمان داشته باشیم ایران نجات بدیم. برای نجات ایران میهن پرستان ایرانی باید از این حاشیه ها بیان بیرون. یعنی چی؟ 14 معصوم هواپیما رو گرفتن، کشتی رو گرفتن، رفت سوریه، تانکش سوراخ شد، نفتش ریخت تو خیابون. آی ترام اینطوری گفت، آی ترام این بازی رو گذاشته برای دور دوم. پومپئو اینطوری گفت، آقای نتانیاهو اونطوری گفت، این یکی اینطوری. اینا داستان عزیز من. اینجوری خر لنگان به مقصد نمیرسه. نمیرسه. مطمئن باشید نمیرسه. برای همینه که من همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، 999 تا رضا احمدی پیدا کنید، با من بشه 1000 تا. اگر جمهوری اسلامی از سر برج تا ته برج تونس دووم بیاره، ما در حال دیگه در خدمتتون. بله. الهی که همیشه سالم و تندرست باشین جناب آقای احمدی. زنده باشید. عرض کنم خدمتتون یک خبر دیگه بود که منو خیلی شگفت زده کرد. این خبر نوشته بودن که تعدادی از مداحان رو در ایران بازداشت کردن به این دلیل که جمهوری اسلامی پی برده که این مداحان توسط اسرائیل آموزش دیدن، یعنی آموزش مداحی دیدن که بیان ایران مداحی کنن و اسلام رو مسخره کنن. یعنی در واقع باز هم اینجا اسلام به خطر افتاده. خیلی برای من جالب بود که چطور همچین چیزی ممکنه که اسرائیل بیاد مثلا انرژی بذاره یه سری مداح رو تربیت کنه، اصلا لازم نداره این کار رو بکنه، برای که همین جوری هستن این مداحان. حتی در خود بیت رهبری هم مداحانی هستن که همینجوری شما نگاهشون میکنین خندتون میگیره. لازم نیست که اسرائیل بیاد هزینه بذاره این کار رو انجام بده. به قولن شما خودتون اشاره کردید، این ترانه های لس آنجلسی رو به شکل مداحی در آوردن و میان تو خیابونا اجرا میکنن و این رو انداختن گردن اسرائیل. آیا میشه باور کرد که اسرائیل بیاد یه همچین حرکتی بکنه که مداحانی رو آموزش بده بفرسته ایران که اسلام رو در واقع، یا اگه واقعا جمهوری اسلامی چرا این مداحان رو گرفته بازداشت کرده؟ دلیل بازداشت شدنشون چی بوده؟ خانم فریسا، وقتی که پدر یه خانواده ارزه نداشته باشه یه خانواده رو بچرخونه و آدم تنبلی باشه، معتاد به تریاک هم باشه، یا اساسا معتاد حالا الکلی باشه و نمیتونه، از عهده خانواده بر نمیاد، هرچی خانومش میگه مثلا من بچه‌مون قراره بره، پسرمون باید بره دانشگاه، پول نداره، عرض لیاقت نداشته، تو عمر جامعه پای منقل و پای بساط مشهور، مرد مثلا بچه‌مون میخواد ازدواج بکنه، جایزه میخواد دخترمون، پسرمون پول عروسی میخواد، خونه خرج میخواد، اینا این به خاطر این که بلد نیست، از عرضه لیاقت نداره خانواده رو بچرخونه، هر بار یه بهانه میگیره. خانم دلیلش این نیستش که من مثلا پای منقل نشستم، دلیلش این که تو همش پیرن زرد میپوشی. ببینی جمهوری اشغالگر اسلامی بان فدیسا حساب دو دو تا چهار تاست. من اینو بارها عرض کردم، حساب دو دو تا چهار تاست. کشوری که امروز روز، چون ما الان قبل از جنگ جهانی دوم نیستیم، قبل از جنگ جهانی دوم صحبت بر سر کشورگشایی و صحبت بر سر سیاست بود، پس از جنگ جهانی دوم صحبت بر سر اقتصاده. اسرائیل از شمال تا جنوبش، من همیشه به طور مثال محض شوخی عرض میکنم، از شمال تا جنوبش اسرائیل رو با دوچرخه مثلا 3 ساعته میتونی بری. این کشور نیم وجبی رو که کره زمین رو شما میذاری جلو، نقشه کره زمین میذاری جلو، اسرائیل یه نقطه، شما اسرائیل بذاری جلو چین، اسرائیل بذاری جلو اندونزی، اسرائیل بذاری جلو ایران، اسرائیل بذاری جلو عربستان، در برابر لیبی، در برابر امریکا، در برابر کانادا، به نقطه هم نمیرسه. اما چطور این نقطه تونسته خودش رو تو دنیا مطرح کنه؟ طبیعیه، خیلی ساده است، به خاطری که اسرائیل متوجه شد که حرف اول تو دنیا پول میزنه.
پس ما باید از نظر اقتصادی قوی بشیم. وقتی از نظر اقتصادی قوی شدیم، دارای ارتش قوی خواهیم شد، امنیت خواهیم داشت، مدارس قشنگ خواهیم داشت، دانشگاه قشنگ خواهیم داشت، علوم قشنگ خواهیم داشت، خواهیم داشت. چرا؟ چون پول داریم. جمهوری اشغالگر اسلامی پولا رو خرج حماس، حزب الله، جهاد اسلامی، بمبگذاری، آدمکشی، یهودی‌کشی، مسیحی‌کشی، آمریکایی‌کشی، بکشید، بمبگذاری کنید، ترور کنید، آتش بزنید، منفجر کنید. بعد بقیه‌ام که دزدیدن، یکی 123 میلیارد برد، یکی 40 میلیارد برد، یکی 80 میلیارد برد، رفیق دوست دزدید، اون یکی دزدید، پسر علی شیری دزدید، خاندان رفسنجانی دزدیدن، همشون دزدن. یه روزی روزگاری تو می‌بینی اعداد بیداد، هیچی دیگه نداری. خب حالا مردم هم چاقو تیز کردن گشتن زیر گلو. خب میخوای چیکار کنی؟ اگه بخوای وا بدی که خب کشته میشی، اگر بخوای وا ندی خب من این مصیبت چجوری حل کنم؟ پس هر روز یه بامبول درست میکنی. آخه یک دقیقه شما بشین فکر کنید، سازمان موساد، راست و دروغشو من کاری ندارم، اون چی که مسلمه این سازمان موساد، سازمان جاسوسی به اصطلاح ضد جاسوسی اسرائیل در دنیا بسیار 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 قویه. اینا همه میدونن، شایع هم نیست، خالی بندی هم نیست، اینا همه میدونن. خب این سازمان انقدر بیکار و انقدر چیز وقتی زیاده، مثلا بره ممد حسن و ممد حسین و ممتقی و جعولی و اینا رو برداری بیاری، چون اینا باید ایرانی باشن دیگه، اینا رو بری برداری بیاری، باهاشون گفتگو بکنی، بعد بهشون بگی که مثلا ممدلی تو میری توی هیئت متوسلان به حضرت فلان فلان شده تو خیابون امیریه، بعد مثلا اونجا میگی این ور دلم اوفه اینا، اون ور دلم شوته اینا، بعد اینو با چیز بخونی، اینو با آیات قرآن بخونی. آخه بی شعورا، شما چون خودتون روزخانه احمق هستین، واقعا تصور کردین شنونده هم که نشسته داره گوش میکنه مثل شما بی شعور احمقه؟ ملاحظه بفرمایید. بنابراین تمام اینها برای سرگرم کردن مردم، مدعاها کار خودشونه، ولی چون فهمیدن اپوزیسیون با شرف یه قسمت ایرانیای خارج از کشور، من همیشه به اینا میگم قمپوزیسیون، یک قسمت خیلی کوچکی هنوز باقی مونده از ایرانیان با شرف خارج از کشور، که این ایرانیان با شرف خارج از کشور میان اینا رو ضبط میکنن، همین بچهای داخل خود ایران ضبط میکنن، اینا رو به مسخره میکشن که آقا نگاه کن مدعی داره چی میگه، آقا نگاه کن یکی داره چی میگه، آقا نگاه کن یکی داره چی میگه، اینا رو به مسخره میکشن. وقتی اینا رو به مسخره کشیدن، خبر به کجا میرسه؟ به اونجایی که بهش میگن بیت رهبری. خبر میرسه اونجا که آقا خیلی دیگه آبروریزی شده، بابا دارن آهنگ خواننده های لس آنجلسی رو میخونن دیگه، اینجوری هم نمیشه. آقا خر دجال رو انداختن تو خیابونای تهران، این به خاطر که بیت ماسمالی بکنه میاد میگه آقا اسرائیل نه فرستاده. نه آقا جون، یاد بگیرید راستگویی رو. اصلا این اسلام، این مسلمونا، این بخش مسلمونا، حالا شاید یه دیگه هستم، مثلا ما زنده یاد انور و سادات هم داشتیم، اعتقاد داشت به اسلام، یک مسلمان پاک بود. این بخش اسلام میگه، این بخش سیاسیشو دارم میگم، این بخش عادت کردن آتیش با آتیش نز دارن اینا دروغ بگن. خب بی شرف بیا بشین جلو دوربین بگو ملت این مداهی بازی رو مثلا یه بخشی را انداخت برای چیز، حالا ما می‌بینیم گند کار در اومده، آی اسرائیل کرد، آی کار موسی، همش دشمن تراشی. مثلا تصور بفرمایید آقای نتانیاهو زنگ زده به رهبر موسی، مثلا آقای فلانی بله یه 30-40 تا از این مداهای ایرانی رو درشتاشو سوا کن، زنگ ما سیب زمینی بخرم، یه 30-40 سوا کن، بعد به اینا بگو برن ایران آهنگ مثلا مراکشتی رو بخونن در باب امام حسین. چرت پرت سرکار بابا، اینا بدطوری به بنبست رسیدن. اینیه که من به مردم میگم، مردم کارشان تمام است، کارشان تمام است، تمومشون کنید. منتها مسائلی هست که دیگه اونا رو خودشون میدونن در داخل کشور. بله دوستان عزیزی که برای ما کامنت گذاشتن و شدیداً هم معترض هستن که چرا من کامنت ها رو نمیخونم، بخونید که اعتراض نکنم به مالا انقلاب. بله خب کامنت ها رو من از اول بخونم. آقای زدراد گفتن درود بر میهن پرستان، درود بر خاندان ایرانساز پهلوی. خب درود بر شما. عرض کنم که بله، یه آقایی هم به نام
آقای امیر جوازیان گفتن که جناب احمدی کامنت ها رو نمیخونن، پخش فیسبوک فقط ادمین پیام میخونه. خب دیگه حالا شما سر من بانو پیام ها رو میخونم. مثلا یه آقایی که ببخشید اسمشون اصلا مشخص نیست این اسم کجاییه، بعد پروفایلشون هم به نظر میاد که فیک باشه، آقای ایریک دبستانی، بله ایریک دبستانی، نوشتن ما میهن پرستان همیشه تو باغ بوده ایم، اگر شما نبوده اید موضوع شماست، جمع نبندید، ما با هر کسی که راه براندازی رو به کج راهه ببره مخالفیم. 40 ساله از این بازی های مبتذل ضربه خوردیم و هر بار فریاد زدیم، یه عده گیج مثل شما بدون اینکه نیت بدی داشته باشن حرفای شما رو زدن، دیگه بسته. من متوجه نمیشم منظورش از شما کیان، منظورتون از شما ما هستیم، منظورتون جناب آقای احمدیه؟ واضح نیست این پیام، خواهش میکنم که واضح بنویسید. بله که اصلا مشخص نیست که منظورشون چیه. عرض کنم که خانم منیره مرادی تایید کردن، گفتن دقیقاً در مورد صحبت از آرا، گفتن چون 14 نفر نامه استعفا رو نوشتن وقتی ما در باغ نبودیم، اونا نمیخوان پادشاه بشن، اونا فقط رفراندوم آزاد میخوان بدون رهبری، مگه ما همینو نمیخواستیم؟ چرا باهاشون مقابله میکنیم؟ بعد اینا دیگه هیچکی نیست، بعد اینا دیگه هیچکی نیست جریان بسازه از اروپا، نمیتونید، بهتون قول میدم. بله ایشون آقای از آرا نظرش این بوده که مثلا بعد از این 14 نفر حمایت بشه و معتقده که اونا چیزی رو میخوان که ما هم میخواستیم، یعنی گفتن آقای خامنه‌ای برکنار بشه، رفراندوم بذارن و ملت بیان آزادانه مثلا رأی بدن که چه حکومتی میخوان. بعدشون گفته چرا با اینا مخالفت میکنید، اینا در واقع همینو گفتن که ملت میخوان، نظرشون این بوده. بله بعد جوابم دادن که بانو پریسا مخاطب من شما نبودید، پروفایل منم فیک نیست، نام منم آتریک هست. بله ببخشید آقای آتریک، خیلی سخت خوندن این شکلی، خوشبختم از آشنایی با شما، ولی خب من منظور رو متوجه نشدم، فکر کنم منظور همین بود که من گفتم آقای از آرا گفتن که چرا از اینا حمایت نکنیم. آقای احمدی میگن که اینا چیزی رو گفتن که همه ملت خواهانش هستن، گفتن خامنه ای برکنار بشه، رفراندوم بذارن، ملت خودشون بیان سرنوشت خودشون تعیین کنن. حقشونه، هر انسانی یه نظری داره، شما حقتونه، حق انتخاب دارید، میتونید برید عرض کنم امضا بکنید، نفر 15 باشید، نفر 150 باشید، شما یه نظری داری، حقتونه، منم یه نظری دارم، من دنبال این داستانا نمیرم، به اندازه عقل خودم شعورم میرسه بگم برای چی براندازن باریکن، ایشالله که برانداز بشن، ایشالله که موفق باشن، امیدوارم که این 14 معصوم بتونن ایران رو نجات بدن، ما هم زیر سایه‌شون بتونیم بریم سر مزار خاک پدر و مادرم، موفق باشه، ما براشون آرزو موفقیت می‌کنیم. بله ولی من دنبال بازی‌ها نمی‌کنم. و آقای سموا گفتن که درود بر جناب آقای احمدی جاوید شاه. و دیگر دوستانی که برای ما مسیج دادن، فرشاد زینصب، بله گفتن که آقای اتریک منظورشون یکی از بینندگان ما بوده و فرامرز فرزین سرباز پادشاهی هم با ما هستن، خواسته مردم را فریاد زدن 14 تن خراب شدنی نیست، من هم نفر 85 میلیونی ایرانم. خب به هر حال سپاس،
خانم میترا سالار گفتن که نخیر، ما خواهان نابودی کامل رژیم هستیم، از اول تا آخرشون باید پودر شوند. کی گفت ما فقط خواستار استعفای عظما باشیم؟ شما هستید، برو حمایت کن، به دیگران هم کار نداشته باش که چه فکر میکنن. خب من تا اینجا کامنت ها رو خوندم، دیگه شکایت نکنیم، برگردیم به سراغ آقای احمدی و از دانش ایشون استفاده کنیم در خصوص اتفاقات اخیر. جناب آقای احمدی عزیز، روزانه ما خبرهای بسیار ناگواری داریم در خصوص ایران. چند روز پیش یک فیلمی منتشر شد در فضای مجازی که عروسی و ازدواج یک دختر خانم 10-11 ساله رو با یک مرد 27-28 ساله نشون میدادن که در استان کهگیلویه و بویراحمد بود، که واقعا قلب هر انسانی رو به درد میاره اینکه یک بچه 10-11 ساله رو شوهر بدن. و خب فضای مجازی واقعا بیداد شد، یعنی همه شلوغ کردن، همه اعتراض کردن، به حدی که دادگاه یاسوج گفت که این عقد رو باطل کرده و تا زمانی که این دختر خانم به سن قانونی نرسه ازدواجش مقدور نیست. اما امروز دیدیم که روزنامه کیهان اومده یک در رابطه با این اتفاقات یک گزارشی رو نوشته که اگر یک دختر 9-10 ساله شرایط جسمی خوبی داشته باشه و به بلوغ جنسی رسیده باشه و بتونه شوهرداری کنه، چرا قانونایی بذارن که مانع این داستان بشه و چرا اجازه ندن که این دختر ازدواج کنه و در واقع این کودک همسری رو تایید کرده بود؟ واقعا چه میشود گفت در مقابل روزنامه کیهان؟ آیا فکر میکنید امکان این که اینها رو بعدها بتونیم دادگاهی کنیم به خاطر این کودک آزاری، به خاطر این دیدگاه پروفیلی، نظرتون چیه؟ حضور شما عرض کنم که من وقتی که این صحنه دلخراش رو دیدم هیچ تفاوتی برای من نداشت. این صحنه مثل اون صحنه‌ای که جوانای مردم رو جرثقیل بردن بالای دار، چون من شخصا خودم نگاه نمی کنم صحنه‌های اعدام و سنگسار و شلاق و، مگر مثلا فرض کنید برای من یه عکس میاد، شما اتومات چشمت میفته رو عکس. فیلم باشه من تعقیب نمی کنم، نگاه نمی کنم، چون اعتقاد دارم که این نوع فیلم ها، این نوع عکس ها در روحی انسان، حداقل در روحی من اثر منفی میذاره. و چند روز حال خودم نیستم، حالا شاید تو محیط سالم زندگی کردم، اگه تو ایران بودم منم تخمه میگرفتم، دستم میرفتم اونجا میشکستم، نمیدونم. من دارم راجع به این محیط و من دارم راجع به این رضا احمدی میگم، نه رضا احمدی که تو ایران، شاید منم اونجا آلوده میشدم، چون محیط به گفته فروید، که فروید میگه یک کودک را به من بدهید من از او یک دوز یا یک نابغه میسازم، شاید و این محیط اثر میذاره و بستگی به تعلیم و تعلم اون کودک داره که در چه جامعه‌ای تعلیم بگیره. اما پیش از بعد به من گفتن آقای احمدی نشون بده، گفتم نه من این کارو نمی کنم، دلیل داره. ببینی اول سوال این هستش که ما باید باهوش باشیم، تا موقعی که هوشمون بالا نره، ضریب هوشیمون بالا نره، همین آش و همین کاسه است. اولین سوال این هستش که آیا این نخستین کودکی است که در ایران مورد یک چنین تجاوزی قرار میگیره؟ بیشک خیر، این نخستین بار نیست، این اتفاق 1000، 2000، 3000 که من خودم شاهدش هستم. عرض کنم بارها برای من ایمیلاش اومد، بعدها از طریق دنیاهای مجازی اخبارش اومد، عکساش اومد، فیلمش اومد، در خراسان، در گیلان، در مازندران، در خوزستان، در اکثر نقاط کشور، در سیستان و بلوچستان، در کردستان این اتفاق افتاد. دختر بچه 11 ساله، 9 ساله، 12 ساله و غیر از این. اما یک مرتبه این موضوع میاد، این آخریه میاد اینجوری گل میکنه، اینطوری آتیشش علم میشه. چرا؟ چون فرقه تبهکاران افتاده تو یک جریانی که در اومدن از این جریان کار حضرت فیله.
و ببینید کار چقدر داغونه که حتی فرانسه، انگلیس و آلمان که حاضرن جون به اسرائیل بدن ولی یک قرون به دست کسی ندن، 15 میلیارد میان بسته پیشنهادی به جمهوری اشغالی اسلامی ارائه میدن. بنابراین این فیلم ها با اجازه وزارت اطلاعات، یعنی کسی که اونجاست وزارت اطلاعات، بچهای اطلاعاتی هم اینو میگیرن، شاخ و برگ هم بهش میدن، پخشش میکنن. استان کوکیلو بوی رحمت به عبارت دادستان اونجا یا دادگاه اونجا میگه نه 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 آقا این محکومه. دادگاه کیه در جمهوری اسلامی؟ دادگاه زیر نظر کیه؟ زیر نظر لاریجانی، یعنی قوه قضاییه. قوه قضاییه موافق این جریانه، اما چرا دادگاه در چیز در استان کوکیلو بوی رحمت میاد و این رو تکذیب میکنه؟ که به این ترتیب به این بحث بیشتر دامن زده بشه. فرداش هم روی خودتونم اشاره فرمودید، فرداش روزنامه کیهان شریعت مداری میاد اعلام میکنه آقا چه اشکالی داره یه بچه‌ای که از نظر جنسی به اون بلوغ رسیده باشه این حق داره ازدواج کنه. یعنی این یک تلنگری تو گوشت داره میزنه، عادتت داره میده، مثل آهنگایی که چرت و پرت خوندن، پرت و پلا خوندن، بعد تو رو به بدگوش کردن عادت دادن. شما یه موقعی صدای دلنشین ویگن و دلکش و بزرگان موسیقی رو میشنیدی، حالا به صدای یه بیشوری رو میشنوی که نوحه داره میخونه اینو آهنگینش کرده، بعد انقدر اینو خوندن که نسل جوان ایران این نوحه خونی رو تبدیل کرده به چی؟ به قبول ترانه، در حالی که اسمش ترانه نیست، این نوحه خونیه. وقتی که کیهان شریعت مداری میاد و اعلام میکنه که چه اشکالی داره یه دختر 9 ساله هم اگه از نظر هیکل اون بلوغش به اصطلاح به یه درجه رسیده باشه میتونه شوهرداری بکنه، چرا نه؟ این مجدداً بحث جدیدی رو راه میندازه. به عبارت ساده‌تر، ما هر روز از من اینو چند ماه پیشم در تلویزیون ایران آریایی عرض کردم، چندین ماه پیش، حدود 8-9 ماه پیش عرض کردم که هر روز منتظر یک بازی جدید باشید. از این بازی‌ها حالا خواهد اومد که این یه نمونه شه، مثلا که الان این خودش میشه یه هفته 10 روز بحث. چرا؟ چون اپوزیسیون واقعی ایرانی رو، اون بخش واقعی رو که میتواند در این شرایط ملت رو بسیج بکنه، بکشه بیاره تو خیابونا، اونا به خاطر احساساتشون، به خاطر عرق ملیشون، به خاطر میهن پرستیشون الان افتادن تو بحث این بچه. خب دلا میسوزه دیگه، یه بچه 9 ساله 10 ساله که الان عروسک باید تو دستش باشه، کتاب دوم سوم دبستان تو این یکی دستش باشه، یه عروسک هم تو این دستش باشه، این یارو بد بشینه حالا عقد کی بشه؟ عقد این نره خر بشه با پوزش از حضور خر. اولا من داخل پرانتز بانو پریسا یه مطلبی رو اجازه بفرمایید به شما بگم، پوزش میخوام اینو اینجا عنوان میکنم، چون من این رو روز جمعه یعنی فردا در برنامه ایران آریایی میگفتم و میگویم، ولی الانم فرصتی که بگم. اگر مردم کوهگیلویه و بوی رحمت و سایر مردم ایران غیرت داشته باشن، نباید بذارن یک چنین آشغالم نه، یک چنین کسافتم بخوام بگم نه، روم به قبر امام، یک چنین پست فطرت هایی که اسم خودشونو گذاشتن مرد، در جامعه ایرانی اینا حق نفس کشیدن ندارن. امیدوارم اونی که مرده و میفهمه من چی میگم و غیرت مردانگی داره، چون مردان ایرانی از نظر من بدون تعارف بگم جنبه تعصب ملیتی نیست، چون من با ملیتی دیگه کاری ندارم، از نظر من مرد ایرانی اولین حسنش غیور بودنشه، غیرتشه. غیرت مقصودم چاقو کشی نیست. اگر مردان ایرانی غیرت داشته باشن، غیور باشن، از ناموس خودشون باید دفاع بکنن، از این بچه باید دفاع کنن. امثال این آشغال، این حیف که من متاسفانه روبروی من شما نشستی سرکار بانو، افسوس، امثال اینا که به خودشون میگن مرد، اینها حق نفس کشیدن ندارن. از نظر من مقصودم نیست به این سرشو ببرید، مقصود من این نیست، اینا رو باید بلایی به سرشون آورد تو جامعه که خودشون با پای خودشون دیگه خونه نیان بیرون، اگه بیان بیرون رو سرشون چادر بندازن، یه ماتیکم بمالن به لبشون، به این شکل بیان بیرون. اینا حق ندارن تو جامعه ایران دیگه قدم بزنن، چون این آغازیست برای شروع تجاوز به کودکان. حالا چون من حقیقتش دوست ندارم اصلا راجع به این مسئله که خیلی من درد بیارم، من پدر نیستم، بچه هم ندارم، ولی میفهمم بچه یعنی چی.
و واقعا نه بخوام فیلم بازی کنم، یعنی خیلی پاکی میشم، یعنی ناراحت از... بله، یعنی از طرف دیگر شما میفرمایید که رژیم جمهوری اسلامی میخواسته سر مردم رو گرم کنه. دقیقا بله. چون جمهوری اشغالگر اسلامی دنبال این، اولا من به شما بگم این بازم تکرار میکنم، این موضوع جدیدی نیست. جمهوری اشغال آخوندی به نام خمینی برای بی‌آبرو کردن ملت ایران، برای تجاوز به دختران و زنان و پسران ایران، به مردان ایران، برای دزدی، برای غارت، برای چپاول، برای نابودی فرهنگ، برای نابودی تاریخ ایران، برای از هم پاشیدن کشور ایران وارد ایران شد به دست بیگانه. تعجب نکنید که این بچه به عقد اون بی پدر و مادر در میاد. اصلا تعجب نکنید، چون بار نخست نیست. اساس اسلام همینو گفته، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. در اسلام گفته شده آمیزش جنسی با دختر 9 ساله حلاله. برید بخونید رساله اون بیمار روانی رو، حتی به کودک. ما دیگه میفهمیم مقصود از کودک یعنی چی. این بهش میگن بچه، قبل از بچه کودکه. ما یه دوران کودکی داریم، نوزاد، کودک، بچه، نوجوان، جوان، میانسال، اینا تعریف داره دیگه. خمینی رابطه جنسی با کودک رو تشریح کرده در رسالش. حلیت المتقین رو بخونید، حلیت المتقین پلی بوی بدون عکسه، برید بخونید. و تمام رساله همه آخوندا، فروجردی، شریعت مداری، گلپایگان، همه بزرگ عمامه داران رو برید بخونید. منتهای مراتب درصداش کمی بالا پایین، بعضیاشون یه ذره درصداشو پایین آوردن. تمام کسانی که به خودشون میگن علمای اعلام شیعه، همشون در فکر تجاوز، یعنی بحث تجاوز جنسی رو در جامعه رواج میدن. این بشه زن در اسلام هیچ معنا مفهوم نه. کسی که به عنوان زن مؤنث به دنیا میاد در جامعه اسلام به ویژه در بخش شیعهش، یعنی هیچی، یعنی یک ماشین جوجه کشی، یک کلفت، یک آشپزخونه، یک قابلمه، زن در حد پخت و پز و تولید مثله. هیچ احترامی در اسلام برای زن نیست. هر کس جز این بگه غلط میکنه. این ثابت شده، نوشتن در تازینامه شون به نام قرآن نوشتن و در تمام رساله هاشون و همه شون هم معتقدن به این مسئله. حالا بحث منو ببینید سرکار بانو، من همیشه به دوستانم میگم فقط اخباری رو که میخونید کلتو نذار روی اون خبر و اون فیلم رو نگاه کن، اون اعدامو نگاه نکن. تو آقا نگاه کن 10 نفر کشیدن از بالا جرثقی بالا، تو فقط با اون کارت نباش که 10 نفر کشیدن، اون تموم شد، مرد اون جوون مردم، اون بالا رفت و 2-3 دقیقه گردنش کنده شد و مرد و تموم شد. به نفس قضیه نگاه کن. نفس قضیه اینه که تو به عنوان انسان از بالای پشت بون، از توی محل کار، از لای پنجره، از تو خیابون ایستادید و به خاطر حس کنجکاوی بشری داری به این صحنه دلخراش، من نمیدونم چه اسم میخوایم روش بذاریم، صحنه غیر انسانی، یک صحنه که اصلا تن و بدن بشریت رو در قرن 21 در هزاره سوم میلرزونه. در آفریقا هم دیگه نیست، در جزایر آدمخوار جنوب استرالیا هم نیست این صحنه ها. و تو بایستادی به عنوان ایرانی که یک فرهنگ 2500 ساله رو پشت سر خودت داری، وای میسی به این صحنه نگاه کنید، به نفس کار نگاه کنید. این دختر بچه‌ای که اینجوری مورد تجاوز قرار گرفته، یعنی در از خریدنش اون خانواده فقیره، این احمق مشخصه که از این بچه پولداراست، اومده این بچه رو خریده، گروگان گرفته، 1,000,000، 2,000,000، 4,000,000، 5,000,000 هر چی پول داده که بتونه به اون پدر اون خانواده که اون با اون پول بتونه مثلا چه بتونه؟ مثال دارم میزنم، یه کشاورزی، یه زمینی، یه زخمش بزنه، این بچه رو گروگان نگرشه، یعنی حکم چکو داره. و رسما هم از نظر شرع اسلام هم زنشه، یعنی میتونه هر کاری دلش بخواد با این بچه بکنه، بدون تعارف بهتون بگم. شما تصور نکنید مثلا دادستان یا دادگاه کوکلوبی رحمت گفته نه این رسمی نیست. اون غلط زیادی کرده، چون در جمهوری اسلامی اسلام حکومت میکنه نه قانون. قانون شرع به این اجازه داده این بره تجاوز بکنه به این دختره، تو حالا بیاد هر غلطی دلت میخواد از نظر قانونی بکنه، نمیتونی. این زن منه، تموم شد. اینو این برای این با آیه قرآن، این به نکاح، به عقد و نکاح در اومده، این دیگه هر کسی که میفهمه یعنی چی. به نفس قضیه نگاه کنی. نفس قضیه چیست؟ نفس قضیه این است که جامعه ایرانی رو
به اون درجه از شعور برسونن، یعنی اون شعور تو در اون حد پایین بیارن که تو رفته رفته گوشت به شنیدن، چشمت به دیدن چنین صحنه‌های عادت بکنه و رفته رفته این تو مملکت رواج پیدا بکنه. این یه طرف قضیهشه در داخل کشور. در خارج از کشور این که بخش مهم براندازان رو علاف این مسائل بکنن، در حالی که رژیم برای سقوطش فقط یه تلنگر میخواد. و اما قسمت سومش، آقای ماکرون، ببخشید گفتم آقا، بچه قرتی و سایر اراذل اوباش که در اروپا به خودتون میگید صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر نمیدونم ایتالیا، نخست وزیر اسپانیا و نخست وزیر سوئد و سایر واقعا اراذل اوباش، آیا در اروپا همین الان که بنده در آلمان هستم، اگر من به همکار زن که در محل کارم که دارم کار میکنم، به همکار زن، حالا میخواد این خانوم 20 سالش باشه، بالای 18 سال باشه، من آیا حتی میتوانم یک شوخی بکنم که به این خانوم بر بخوره؟ میدونی چه بلای سر من میارم؟ به همکار خودم که 20 سال 30 سال باش دارم کار میکنم، بی شرفا. اون وقت در مملکتی که دختر بچه رو که اگر این اتفاق در آلمان بیفته، میدونی تو آلمان چه خبر میشه؟ 15 دفعه تو آلمان جنگ جهانی میشه، 600 دفعه انقلاب میشه. میدونی چه بلایی بر سر مرکل میارن؟ میدونی چه بلایی بر سر قوه قضاییه میارن؟ میدونی چه بلایی بر سر رئیس دیوان عالی کشور آلمان میارن؟ میدونی چه بلایی بر سر اون دادگاه میارن؟ اصلا میدونی چه بلایی بر سر کسی میاره که این حرف دهانش بیرون اومده؟ بعد بی شرفا با این رژیم میخواید بشینید گفتگو کنید؟ به این رژیم 15 میلیارد دلار پیشنهاد میدید؟ به این رژیم میگید که تو فقط این غلطای زیادی رو نکن، اورانیوم فلان نکن، غنی نکن، تا من بتونم آمریکا رو راضی بکنم و تو یه 15 16 سال دیگه بمونی و غیره و ذالک. به این رژیم، پس این نشون میده که شما اروپایی‌ها در مورد دموکراسی، در مورد حقوق بشر، حمایت از حیوانات، حمایت از زندانیان سیاسی، همش چرت و پرته، همش دروغه. و خاک بر سر من ایرانی که به ملت بزرگ ایران بر نخوره، خدای نکرده، خاک بر سر من ایرانی که تصور میکردم و تصور هنوز میکنم که تو بی شرف اروپایی دنبال جریان حقوق بشر هستی و تو میخوای از حق حقوق من زندانی سیاسی، از حق حقوق من زن ایرانی، از حق حقوق من کودک ایرانی، از حق حقوق من شهروند ایرانی، از حق حقوق من بهایی، من یهودی، من مسلمان، من انسانی که به هر دلیلی در اون مملکت تحت شکنجه های روحی و روانی هستن، تو میخوای از من حمایت بکنی؟ من چقدر باید ابله و احمق باشم که تصور بکنم که به راستی تو حامی حقوق بشری و اون دست کلنگی که گذاشتی تو نیویورک به عنوان مجسمه آزادی و اون تخم کفتری که کاشتی وسط پاریس و سایر برج کفتارهایی که کاشتین تو برلین و لندن و این ور اون ور، به راستی اینا سمبل آزادی است و تو به راستی توی فرانسه به راستی انقلاب کبیر کردی و توی امریکا به راستی دارای تاریخ استقلال هستی و جنگیدی برای آزادی و به راستی آبراهام لینکلن چیز کرده اومده بردهداری رو آزاد کرده و این داستانی که میگی، پس همش دروغه، پس همش صحنه سازی بوده، همش پرت و پلا بوده، همش چون دارید ثابت میکنید، شما دارید از کسی دفاع میکنید که در اون مملکت تمام جرمهای جمهوری اسلامی رو بذارید کنار، تمام شکنجه ها، اعدام ها، ترور ها، بمب گذاری ها، یهودی کشی ها، آمریکایی کشی، ملت کشی، انسان کشی، ضد تمد، همه اینا رو بذارید کنار. در جمهوری اسلامی کودک آزاری جرم نیست، بلکه مورد تشویق قرار میگیری. در جمهوری اسلامی کودک آزاری شده یک شغل، شده قانون، بعد شما از اینا حمایت میکنی؟ پس غلط میکنید، هم از حقوق بشر میزنید. کعبه و بتخانه بهانه است. حقوق بشر بهانه بود برای خروج شاهنشاه آریامهر از ایران و ورود کثیف‌ترین، پست‌ترین، مرتجع‌ترین، احمق‌ترین، بی‌رحم‌ترین، آدم‌کش‌ترین، جنایتکارترین جانی تاریخ کره زمین به نام یک بیمار روانی هندی‌زاده به نام خمینی، که اونو بیارید و اون بلا رو سر ملت ایران بیارید. اما فراموش نکنید که ملت ایران پاسخ دندان شکنی به تمام کسانی که در اینا رو خیلی نکنیم، کوری براتون میخونم، مطمئن باشی، همینطور که اگر اشتباه نکنم فهم میکنم جنرال آیزنهاور، اگر اشتباه نکنم نمیدونم، یکی از این رؤسای جمهوری امریکا گفته بود ایرانیان مثل اسبن، میشه ازشون سواری گرفت، اما وقتی این اسب نخواد بهت سواری بده واقعا نمیتونی ازش سواری بگیری. بلایی به سر اروپا ما بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم
که تک به تک جنایت‌هایی رو که کردید مجبور بشید بیاید و در دنیا اعلام بکنید که ما هم در این جنایت نقش داشتیم. همون بلایی رو که اسرائیل به سرتون آورد. که حالا هر کس میاد میره تو طویله‌ای به اسم کاخ صدر اعظم آلمان در برلین، اونجا میشه صدر اعظم، هر سال مجبور بیاد بره توی اسرائیل، بره تو اورشلیم، اون کلاه رو بذاره رو سرش، تعظیم بکنه، بگه غلط کردیم، به گور پدرمون خندیدیم، 6 میلیون یهودی رو کشتیم، و با دست خودشون جنایتکاران نازی رو بذارن تو هواپیما تحویل دولت اسرائیل بدن. همون بلا رو به سرتون میاریم. اگر نیاریم ما بی غیرت ترین، بی ارزه ترین، بی شرف ترین، عقب مانده ترین، پست ترین ملت جهانیم. حالا باید ثابت کنیم پس ما همچین ملت بدی نیستیم، ملت با غیوری هستیم. ملت ایران اجازه ندید بیش از این، تا به اینجا که شده بیش از این اجازه ندید به ناموستون تجاوز کنن. خجالت بکشید. یک بچه 9 ساله رو، 10 ساله، 11، مهم نیست چند سالشه، یه بچه زیر 18 سال رو نشوندن سر سفره عقل بغل دست این نرخر، اون حق نفس کشیدن یه نباید داشته باشه تو اون مملکت. غیرتتون کجا رفته؟ برای همینه که هی به من گفتید که آقای احمدی اینو از دوشنبه به من میگه اینو نشون بده تو تلویزیون راجع به صحبت کن. گفتم منو نبرین تو این بحث، چون این بحث رو وقتی بازش میکنی بعد بوی گند خیلی چیزا میزنه بیرون. یکی از اون بوهای گندی که میزنه بیرون بی خیرتی من مرد ایرانیه که اینجا نشستم. بدون تعارف بهتون بگم، چون اگر ما غیرت داشتیم شاهمون از دست نمیدادیم، اگر غیرت داشتیم خمینی رو قبول نمیکردیم، اگر غیرت داشتیم 8 سال جنگ تحمیلی که با گاوبندی خود صدام و خمینی بود اون همه جوان مملکت اونو به کشتن نمیدادیم، اگر غیرت داشتیم که کار مملکتون به اینجا نمیکشید که جلو چشمون بیان جوان مملکت اون اعدام بکنن، به دختر و پسر مملکت اون تجاوز بکنن، 8 میلیون ایرانی رو آواره بکنن و حالا رسما و علنا به جنبه قانونی بیان و به دختر بچه تجاوز بکنن، بعد به خودشون بگم ما قانون بردهداری رو از بین بردیم و ما همش ما کردیم و ما انقلاب کبیر کردیم و ما به نفع بشریت فلان کردیم و ما انگلیس ها تمدن رو به دنیا بردیم. بی پدر و مادر تمدن رو به کجا بردیم؟ شما هر چه گرفتین دزدی کردین. دزدی نمتون نمک زردچوبه هندی ها رو دزدیدین، چوب رفتین تو اندونزی و مالزی و برمه دزدیدین، طلا جواهر ایرانی ها رو دزدیدین، نفت خاورمیانه رو دزدیدین، کل قاره آمریکا رو هپولی کردین. کجا تمدن بودین شماها؟ این تمدن بوده که با توپ و تانک وارد خونه مردم شدین؟ با کشتی های توپدار وارد خونه مردم شدین؟ به اسم میسیونرهای مذهبی رفتین همه رو قتل عام کردین؟ سرخپوستا رو کشتین؟ سرخپوستا رو کی کشت؟ من کشتم؟ رنگین پوستای آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین کی کشت؟ من کشتم؟ سیاه‌پوستای آفریقا رو کی کشت؟ ایرانی‌ها کشتن؟ زردپوستان آسیا رو کی کشت؟ ما کشتیم؟ کی کشت؟ کی همه کشتار تو دنیا رو انداخت؟ بعد به خودتون نشستین تو مجلستون تو طویلتون به خودتون میگین جنتلمن؟ کدام جنتلمن؟ یه ما جنایتکاری؟ جنایت از این بالاتر؟ بله جناب آقای احمدی، حالا اگر که داستانی که ما میبینیم، البته خب میگن سیاست همیشه پشت پرده چیز دیگریست، ولی این چیزی که ما داریم میبینیم، ایمانوئل مکرون پیشنهاد داد که 15 میلیارد دلار پول بده به جمهوری اسلامی، اگر واقعا این کار انجام بشه میدونیم که خب جمهوری اسلامی هم به دنبال وقت کشی است، با این امید که 2 سال آینده انتخابات آمریکا به شکلی برگزار بشه که ترامپ دیگه بر سر قدرت نباشه و رئیس جمهوری که میاد با جمهوری اسلامی نرمتر رفتار کنه. الان هم ایمانوئل مکرون داره تلاش میکنه که ترامپ رو از در واقع بیاره پایین از موضع خودش. فکر میکنید چه خواهد شد؟ آیا واقعا بدون حضور آمریکا و این تحریم هایی که آمریکا کرده جهان میتونه با جمهوری اسلامی کار کنه و ادامه بده و در واقع به قول خود این اراذل و اوباش آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ آیا آمریکا میتونه غلطی بکنه یا نمیتونه غلطی بکنه به نظر شما؟ یه موقعی هستش، بله یه موقعی هستش بانو پریسا، من یه کاری رو میتونم بکنم نمیکنم، یه موقعی هست من میخوام یه کاری رو بکنم نمیتونم بکنم، اینا دو تا معقوله جداگانه است. آمریکا میتواند غلطی بکند، نمیخواد غلطی بکند. چرا؟ چون همش بازیه. زدن جمهوری اسلامی برای امریکا شاید یه ما طول بکشه، شاید، من یه مارم خیلی زیاد گفتم. این آقای پرزیدنت ترامپ
برای زدن جمهوری اسلامی به کاخ سفید برده شد. چی بردش؟ یک بخشی از سیاستگزاران جهان که میدونستن جمهوری اسلامی جهان داره به سمت جنگ جهانی سوم میبره. یعنی ترامپ نقش یک چماق رو بازی کرد. اومد و گفت من مثل رونالد ریگن یا که کلت و کیک برات بفرستم یا مثل کلینتون یا مثل بوش بگم هویج و چماق نیستم. من فقط تو دستم چماق، تو یکی دستم هم کلته. من تو هیچ کدوم از دستام نه کیک هست، نه انجیل هست، نه گل و بلبل هست، نه زولبی بامی هست. تو یه دست من کلته، تو یه دستم هم چماقه. اومدم بزنمه و ثابتم بهت میکنم که میزنمه. گردن کلوفتی هم اومد جلو. چرا؟ به دلیل اینکه اون بخشی که ترامپ رو برد تو کاخ سفید میدونست که جمهوری اسلامی با یه تشر عقب نشینی میکنه. منتها چون پشت جمهوری اسلامی به چین و روسیه است، مملکت رو به چین و روسیه فروختن، تا حالا یه چهار تا باغباغ اضافه هم کردن. اما در نهایت دیدن که نه، بازی رو باختن، قافله رو باختن. تحریم شدن، فشار داخلی هم هست، فقر و فلاکت هم هست، ملت هم که خانه‌ها از اینا متنفرن، پس ما در حال سقوطیم. چه باید بکنیم؟ حالا باید وارد بازی دوم بشیم. بازی دوم چیه؟ وقت کشیه. مثلا من یه مثال ورزشی براتون بزنم. هیچ احتیاجی نیست شما فوتبال رو دوست داشته باشین، نداشته باشین، بلد باشین، نباشین. من یه طوری عرض میکنم که همه متوجه بشن. وقتی که یه تیم ضعیفی مثلا فرض بفرمایید تیم ترکیه، من در اروپا رو مثال میزنم، ترکیه میخواد جلو آلمان بازی کنه. ترکا میدونن در برابر آلمان در فوتبال نتیجه نمیتونن بگیرن، نمیتونن ببرن مگر بر اساس یه حادثه ای. یعنی در یک فوتبال نرمال ترکیه آلمان رو نمیتونه بزنه در مثلا جام جهانی. حالا شاید یه بازی دوستانه باشه، اینا بیان تو مونیخ مثلا در حسب تصور 2-0 آلمان هم بزنن، ولی یک بازی رسمی که یکی باید از این دو تیم شکست بخوره، اون یه تیم آلمان نمیتونه باشه. 99% آلمان پیروز میشه. ترکیه برای بازی در برابر آلمان نمیتونه با سفارایی حمله بیا جلو. دو راه داره، یا دفاع مطلق که بعد میدونه اینقدر فشار میاد روش که بالاخره یکی از این توپا میره تو گل، یا وقت کشی. چون در دو حالتش میدونه در برابر آلمان نمیتونه بازی کنه. عاقلانه ترین راه این استش که دفاع مطلق نکنی، وقت کشی کنی. وقت کشی یعنی چی؟ یه بازیکن خودش میزنه زمین، آی پام، اون یکی مثلا مخصوصا توپو میزنه بره تو اوت، میخوان مثلا برن کورنر بزنن، از یه ذره طول میدن. وقت کشی کنید بازی رو. با ارزی بهش میگن تو فوتبال، میگن ارزی بازی کنید. از این طرف زمین بزنید اون بر زمین که بازی رو بخوابونید، بازی حریف رو خراب بکنید که بتونید به صحیح و سلامت از این بازی با یه گل دو گل بیای بیرون. یکی یکیش بخورید، دو هیچ بخورید. جمهوری اسلامی یه چنین تاکتیکی رو جلوی امریکا گذاشته، جلوی ترامپ. وقت کشی بهترین سیستمه، بهترین سیاسته، داره جوابم میده. بدون تعارف بهتون بگم چی اینو اومده بهشون یاد داده؟ پوتین، رهبر چین، رهبران آلمان، رهبران اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، که آقا وقت کشی کن. چرا وقت کشی کنی؟ وقتی که کار به وقت کشی بکشه، بازی میشه بازی فرسایشی، جنگ میشه جنگ فرسایشی. وقتی جنگ بشه جنگ فرسایشی، کی خسته میشه؟ کسانی که قرار رژیمو بزنن، یعنی ملت ایران. پس مردم به چه نتیجه میرسن؟ نه بابا، این ترامپ هم نیومده برای زدن رژیم، نه اینم کاری نمیکنه، نه بابا اینم حرفه، اینم چرت و پرته. این یأس و ناامیدی که در جامعه حاکم بشه به نفع کی میشه؟ به نفع جمهوری اسلامی. حالا که جمهوری اسلامی موفق شد یأس و ناامیدی رو در جامعه حاکم کرد، حالا میتونه از درجه قدرت بره بسیج جلوی امریکا، با امریکا مذاکره کنه. چرا؟ چون دیگه ترس از داخل نداره. داخلو خفه کرد، داخلو ناامید کرد. در خفه کردن داخل کشور خود ترامپ هم مقصر بوده، شاید هم سیاستش این بوده. چون فریادهای جاوید شاه، فریادهای رضا شاه روحت شاه، فریادهای پهلوی کجایی به داد ما بیایی، بعد از آمدن ترامپ رفته 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 ساکت شد و حالا دیگه کاملا ساکت شده. شاید اینم سیاست ترامپ بوده، یا سیاست کسانی که ترامپ رو بخواد کاخ سفید بیارن. آقا این جاوید شاه رو بخوابونید، ما طرف حسابمون آخونده نه مردم. برای همینه که رضا پهلوی وارث تاج و تخت علی‌حضرت میفرمایند شما چرا همش دارین لقمه پس سرتون میذارین تو دهنتون؟ شما همش نشستین با رژیم صحبت میکنین، پس این وسط تکلیف مردم ایران چی میشه؟ باید با مردم صحبت کنین. بعد پاسخ خارجی‌ها چیه؟ ما با کدوم مردم صحبت کنین؟ شما دقیقاً میدونید که باید با کدام مردم صحبت کنین. دقیقاً شما میدونید با کدام بخش از جناح مردم صحبت کنین. شما اومدید در بین اپوزیسیون ایرانی، بین اون انسان‌های که ادعای اپوزیسیون دارن، از نظر بنده اپوزیسیون،
اومدی تفرقه ایجاد کردی، چه کار کردی؟ یه ادره کردی سوسیال دموکرات مثل اسماعیل نوری علا، یه آدم بی سواد ابله. یه ادره اومدید کردید جمهوری خواه فلان، یه ادره کردید جمهوری خواه اینجوری، جمهوری خواه ملی، جمهوری خواه فلان. یک بحثای کشکی و دوغکی رو راه انداختین تو جامعه. اصل قضیه که رضا پهلویه و ملت خواهان اونن و تمام سازمان‌های جاسوسی جهان هم میدونن، اصل قضیه رو بهش میکروفون نمیدید. اصل قضیه رو حذفش کردید. اگر نتونستید حذفش بکنید، زور دور نرسیده، تو پرانتز گذاشتیدش. اصل قضیه رو گشتین کنار، تمام صحبت‌های تلویزیون من و تو، تلویزیون صدای امریکا، بنگاه لجن پراکنی بی بی سی و سایر بنگاه‌های لجن پراکنی، چه در لندن چه در لس آنجلس، با کی صحبت می‌کنن؟ با کی بحث می‌کنن؟ با خودشون. اصلاح طلبان داخل کشور، حشمت الله تریاک زدی، محسن سازگارا، فخرآور، اون یکی نمیدونم شرماور، اون یکی اکبر گنجی، یعنی هنوز بحث تو خودشونه. بعد یه عده مهره ها رو میکشن کنار. کی رو میکشن کنار؟ مثلا الان صادق زیبا کلام رو کشتن کنار، الان دو مرتبه روح الله زم رو فرستادن وسط. روح الله زم رو میکشن کنار، امید دانا رو میفرستن وسط. اینو میکشن کنار، اونو میکشن. یک بازی فرسایشی، یک جنگ فرسایشی رو انداختن ملت رو خسته کنن. مجموعاً میهن پرستان واقعی، عاشقان ایران آریایی رو که نجات دهنده ایران هستن خسته بکنن. بحث به کجا بکشه؟ به این بحثی که همین الان شما پرسشی رو که مطرح میکنید که کار بکشه به اینجا که آقا بالاخره آمریکا غلطی میکند یا نمیکند. آمریکا میخواهد غلطی بکند، میتواند که غلطی بکند، ولی آمریکا نمیخواهد که غلطی بکند. مثل همون که اولش عرض کردم، من یه جایی میخوام، یه جایی نمیخوام، یه جایی میتونم، یه جایی نمیتونم. آمریکا میتواند ولی نمیخواهد که بتواند. چرا؟ چون در نهایت صحبت بر سر حفظ جمهوری اسلامیه، چیزی که همیشه اعلیحضرت فرمودن. صحبت شما باید با مردم ایران باشه. شما اصل قضیه رو ول کردید، رفتی با جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی اینکه ملت ما برای شما تره خورد نمی‌کنیم. هر چرت و پرتی هم که نشستید تو کاخ سفید و این ور اونور میگیم، پرت و پلا داریم میگیم. مگه قرار نبود به ملت ایران اینترنت مجانی بدی؟ آقای ترامپ چی شو؟ رژیم عوض می‌شد، ما پول اینترنتت هم میدادیم. مگر قرار نبود از ملت ایران؟ مگه آقای پومپئو نمیان مدام میگن ما از ملت ایران حمایت می‌کنیم؟ مگه بقیه‌شون، نه فقط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، سخنگوی کاخ سفید، وزیر دفاع، وزیر فور، مگه همتون هی نمیام میگی ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران؟ خب شما این همه میگی ملت ایران، ملت ایران، میشه عنایت کنید بفرمایید چه گلی در طی دو سال بر سر ملت ایران زدی؟ شما یه صدای آمریکا رو نتونستی تعدیل کنی، یه مش الدنگو نشوندی اونجا به ریاست ستاره درخشش، صبح تا شب رسما دارن سمپاشی میکنن بر علیه مبارزین واقعی و ببیشه بر علیه سلطنت پهلوی. هر از چنگایی هم برای ایزگون کردن اعلیحضرت دعوت میکنن تو استودیو، چهار تا مسابقه با رضا پهلوی میکنه که سرسده مردم بخوابونن. ببینید سیابازی هایی که میکنید ما میفهمیم، اینا خیال میکنن که این سیابازی ها رو میکنن، ماها نمیفهمیم. مثلا کاخ سفید خیال میکنه یا وزارت امور خارجهش یا خانه شماره ده لندن یا اون عجوزه لندن یا پاریس یا کاخ الیزه یا هر زهرمار دیگه، اینا خیال میکنن مثلا ما بیشعوریم، این بازی ها رو نمیفهمیم. مثلا نمیدونیم که اون فلاحتی کیه که رفته نشسته توی صدای امریکا. مثلا ما نمیدونیم این اراذل مباش الدنگی که نشوندن تو تلویزیون من و تو اینا کیان. مثلا ما نمیدونیم بنگاه لجن پراکنی بی بی سی کیه. مثلا ما نمیدونیم اون یارو احمقی رو که از سوئد میارن به اسم ایرج نمیدونم فلان، نمیخواد اسمش بره مطرح بشه. مثلا این بیشور مجاهد بوده، حالا شده جزء مامورین وزارت اطلاعات. مثلا ما نمیدونیم که یه جماعتی فقط مخصوص فحاشی به میهن پرستانن، فقط بشن جلو دوربینا به ماها فحاشی کنن، به ما بگن چماقچش، ما بگن فناتیک، بعد یه سری مشروطه خواهی گیج احمق هم مثل دنبال خودشون. خیلی کار ما اینا نمیفهمیم، میفهمیم ولی جایی نداریم، کجا بریم عنوان کنیم؟ به جز این تلویزیونی که شما هستی، تلویزیون ایران آریایی، شما اسمش تلویزیون شماره 3 رو بگو که من اجازه بده من باشون حرف بزنم. یه اسم به من بگو، کی؟ کدومشون؟ جرأت ندارن. چرا؟ چون همشون وابستن، همشون نوکرن، همشون عاملن. آمریکا میتواند، نمیخواد که بتواند. چرا؟ چون قرار نیست جمهوری اسلامی بره. برای همینه که همیشه گفتم جمهوری اسلامی به شرطی میرود که میهن پرستان واقعی با هم متحد بشن، تو حاشیه نرن، فقط از رضا پهلوی حمایت بکنن و بتوانن یک بخش قابل ملاحظه، یک بخشی که آمادگی این انفجار رو داره و واقعا از جونش گذشته که تعدادشون هم کم نیست الان تو ایران، اون بخشو بکشی بری تو خیابونا. ما به عبارتی خودمون باید رهبریت جامعه رو به دست بگیریم، ما خودمون باید کاری کنی که ملت اون بیاد تو خیابونا. اما این ما کجاست؟
همه شدن مفسر. تمام بچه‌های واقعا میهن پرست واقعی همه شدن مفسر. چرا؟ خسته شدن. بدون تعارف بهتون بگم جنگ فرسایشی راه افتاده، همه خسته شدن و این خستگی در روحیه همه ما اثر منفی گذاشته و چون اثر منفی گذاشته هممون داریم به جون هم میپریم. به عبارت ساده‌تر میهن پرستان واقعی به خودزنی افتادن، چون زورمون به جمهوری اسلامی نمیرسه، گریبان خودمون رو گرفتیم. بفرمایید. درد خیلی زیاده بانو پریسا. بله دقیقاً همینطوره و متاسف هستم و فکر میکنین که بالاخره نهایتاً ایمانوئل مکرون این پول رو به جمهوری اسلامی میده، با اینکه امروز حسن روحانی گفته بود که فکر نمی‌کنیم توافق صورت بگیره و هدفشون اینه که باز هم غنی‌سازی اورانیوم رو از سر بگیرن و برجام رو در واقع لغو کنن، زیر پا بذارن. فکر میکنین که جمهوری اسلامی کدام گزینه رو انتخاب میکنه؟ غنی‌سازی اورانیوم رو شدیدتر میکنه، در واقع قوت میبخشه، یا پول و پیشنهاد مکرون رو قبول میکنه؟ ببینید بانو پریسا، موضوع جمهوری اسلامی نیست، موضوع 15 میلیارد هم نیست، موضوع مکرون هم نیست، موضوع یک بحث وسیع جهانیه، موضوع سیاست های جهانیه. تا زمانی که من بدانم پشتم پره، کرکری میخونم، داد بیداد میکنم. وقتی میدونم تو یه خیابونی چهار تا گردن کلوف حواسشون به من هست، منم چاقو میگیرم دستم، میگم آی نفس کش، چون میدونم پشتم پره. جمهوری اسلامی حکم اون آدمو داره. جمهوری اسلامی میدونه بر اساس تضاد سیاسی، تنش‌های سیاسی در جهان بین واشنگتن و مسکو، من از این آب گلالود باید ماهی بگیرم. پشتش پره به روسیه و به چین. نفت و مفت مجانا داره میده به چین که محتاج نفته، کشور داره صنعتی میشه. گازم مفت و مجانی داره میده به روسیه. تمام آنچه هم که قرار بوده در داخل کشور اون باشه، دریا بوده، ماهی بوده، نمیدونم خشکی بوده، کوه بوده، طلا بوده، همه رو ایرانو فروخته به روسیه و چین. از یک طرفی از شکافی که بین این طرف اقیانوس آتلانتیک و اون طرف افتاده، یعنی بین امریکا و اروپا افتاده، از اون طرفم داره استفاده میکنه. چیکار میکنه؟ به اروپا میگه آقا جون، من نه دنبال غنی سازی ام، نه دنبال بمب اتم ام، نه دنبال جنگ افروزی ام. یه بحث انقلابی بوده اوایل دوران اون خمینی بیمار روانی، این خامنه‌ای هم داره میمیره، ما میخوایم یه رفرم، یه اصلاحاتی در کشور را بندازیم. رفته رفته یه کسایی رو که کدشلواریان اینا رو بیاریم وسط، ما یهو نمیتونیم در جامعه رو ول کنیم، جامعه‌ای که 40 سال خودمون زدیم رو سرش. ما میخوایم اصلاحات بکنیم، ولی اصلاحاتی که به سبک خودمون باشه. کی میره این حرفو میزنه؟ ظریف. کی میره این حرفو مجددا تکرار میکنه؟ عراقچی. یعنی قسمت غیر مؤمن جامعه، قسمت غیر آخوند جامعه، اینا میرن اینو میگن. اگر حسن روحانی هم الان ما به عنوان آخوند گوشیم رئیس جمهور، این ظاهر قضیه است. ما همه این آخوندها رو حذف میکنیم، حالا به شکلی که خودمون بلدیم، مثل رفسنجانی حذفشون میکنیم. یه سری آدمایی که دیگه عوا و عمامه ندارن میاریم سر کار، روسری زنا رو هم از بین میره، یواش یواش مشروب و فلان و اینا آرامش میکنیم. ولی این احتیاج به یه رفرم 5 ساله داره. ما 5 سال دیگه برای رفرم وقت میخوایم. تو این 5 سال نه اتم میخوایم، نه اسرائیل رو میزنیم، نه با حزب الله کاری داریم، نه هر غلطی هم تو سوریه کردیم ما رو ببخشید، همه اونا هم میکشیم بیرون. حزب الله و حماس هم همه اینا درش هم خودمون میذاریم. وقتی بهشون پول ندیم دیگه اونا غلطی نمیتونن بکنن، خودمون براشون میگیم ایران، بهشون هم شغل هم میدیم. اسرائیل هم به صورت ضمنی اگر قبولش نکردیم، اسرائیل رو به رسمیت نشناختیم، چشممون رو هم میذاریم دیگه، اینقدر بهش مرد نمیگیم، فوش هم بهش نمیدیم، کاری هم به کارش نداریم. اما یه شرطی داره. چه شرطی؟ تضمین میخوان که بمونیم. شما کارتون به ما نباشه، ما تو زندانا داریم چیکار میکنیم؟ شما کارتون نباشه، ما شلاق میزنیم. شما کارتون نباشه. چی قبول میکنه اینو؟ اروپا. چرا قبول میکنه؟ به دلیلی که ایران شده یک گاو نومنشیر. میگه بله باشه، خیلی خوب، قول میدی؟ قول میدی؟ نه که مثلا به هم دیگه ماچ کنیم. اینا اسنادی ازشون میگیرن، امضاهایی ازشون میگیرن که اگه زیر اون امضاها بزنن، بعد خود همین اروپا اینا رو کله ملاق میکنن. خب این وسط چی اومده شده موی دماغ این سناریو؟ ترامپ. کی آوردتش؟ اون بخشی که این آقا رو برده تو کاخ سفید برای به دلایل مورد نظر خودشون. این آقا اومده تو کاخ سفید میگه آقا منم هستم. 40 سال من از منطقه انداختیم بیرون، 40 سال من از ایران انداختیم بیرون. ایران مهمترین کشور خاورمیانه است. من با این کشور کار دارم. من با این کشور کار کردم. سهم من چی میشه؟ صحبت بر سر سهمه. صحبت بر سر آزادی و اینا نیست. صحبت بر سر تنش‌های سیاسی در جهانه. این جهان دارای یک تفکر مشترکی نیست. مثل قدیم نیست بگم بلوک شرق و بلوک غرب تکلیف مشخص باشه، روسا دو سوم جهان رو بگیرن دستشون و
در همه جا بخوان انقلاب کمونیستی را بزنن، امریکایی هم توسط عواملش چرا روسا بایستن، مثل جنگ ویتنام سر چی بود؟ چرا شد ویتنام شمالی و جنوبی؟ چرا شد کره شمالی و جنوبی؟ چرا اروپای شرقی و غربی به وجود اومد؟ چرا در دریای کارائیبی کوبایی به وجود اومد؟ چرا در آمریکای جنوبی جریان شیلی به اونجا کارش کشیده شد؟ این جنگ سرد بود. الان دیگه دنیا مثل اون موقع نیست. برژنفی دیگه در کاخ کرملین نیست. جنرال نمیدونم آیزنهاوری هم این ور قضیه نیست. الان دنیا در یک تشنج، در یک هرج و مرجه که 50 سال آینده آقای جهان کی میشه؟ دعوا بر سر اون 50 ساله. کشورهایی نظیر ایران، نظیر ترکیه، عربستان سعودی، مصر، عرضم به حضور شما، این کشورهایی که به اصطلاح در منطقه خودشون کلیدیان، لیبی، این کشورها در جهان دارن قربانی این سیاست ها میشن. اما عربستان سعودی فعلا سیستم سیاسیش سر جاش مونده، هنوز مستحکم، ثبات داره، چرا که باجشو داده، شاگرد خوبی بوده. جمهوری اشغالگر اسلامی یعنی مملکت ما به دلیل نداشتن یک رهبریت صحیح شده گوشت قربونی، هر کی میاد یه تیکه از این گوشت میکنه میبره. جریان بر سر اینه. حالا شما فرض کنید 15 میلیارد هم بدن به جمهوری اسلامی، خب بدن، اصلا 15 میلیارد چیکار میخوان بکنن؟ از جمهوری اسلامی چقدر میخوان نگه داره کشورو؟ شما برای ادامه حیات کنونی جمهوری اسلامی راحت سالی 4 5 میلیارد دلار پول لازم داره. 4 5 میلیارد دلار فقط بتونید فعلا شکمه رو سیر کنید. یعنی شما خیلی خوب 4 5 میلیارد پوله، 15 میلیارد مثلا چیه؟ همین 15 میلیارد اینا خیلی بتونن بکشن تا سال دیگه این موقع. بیشتر از 15 میلیارد چیزی نیست. شما 15 میلیارد میخواد چیکار کنید؟ حقوق کارمن باید بدی، حقوق ارتشیا رو باید بدی، بالاخره یه بازسازیای چه دلت بخواد چه دلت نخواد باید بکنی، بودجه به وزارت آموزش پرورش بدی، بودجه به وزارت آموزش وزارت دفاع بدی، بودجه به نمیدونم بهداشت بدی، بالاخره تو باید این پولا رو بدی به دست دولت، به دست حسن روحانی بدی پولی بدی که مرکز بتونه حقوق بده، بتونه به وزارت خونش پول بده. همون طویله ای که اسمش رو گذاشتم مجلس اسلامی، اون پول میخواد، ریخت و پاشای مملکت پول میخواد، ائمه جمعه پول میخواد، تظاهرات پول میخواد، آدما رو بکش تو خیام پول میخواد، لباس شخصی پول میخواد، مداح پول میخواد، پول میخوان دیگه، صدا و سیما پول میخواد، تبلیغات پول میخواد. خب 15 میلیارد به کجا میرسه؟ اونم با ریخت و پاشی که اینا دارن. بنابراین صحبت بر سر این نیست. همونی که عرض کردم، جنگ فرسایشیه، فقط میخوان نفس ماها رو بگیرن که ما هم بیایم بگیم عطایش به لقایش بخشیدیم. آقا این مملکت درست نمیشه، این ملت هم تو خیابونا نمیان، اروپا هم دست از سر ما بر نمیداره، بدش کن تا بالاخره خودش درست بشه. بس سلام علیکم و رحمت الله. اینا میخوان کارو به بس سلام علیکم و رحمت الله بکشن. اما اگر میهن پرستان واقعی بخوان سرد بشن از مبارزه و بخوان پاشون عقب بکشن، دارم بهتون میگم ما هم در این جنایت نقش داشتیم. من آدمی نیستم کنار بکشم، من آدمی نیستم ساکت باشم. 20 سال دیگه با من حرف بزنید، من با همین حرارت، با همین قدرت خواهم گفت جمهوری اشغالگر اسلامی میرود و باید برود و خواهد رود، چرا که اعتقاد دارم که این روند تاریخی به نفع ملت ایران تموم میشه. اما به چه شکل به نفع ملت ایران تموم میشه؟ که این ملت هر چه سریعتر تقریب خودش روشن کنه. هر چه سریعتر این کارو نکنید، این زمان طول میکشه. من آدم نیستم از صحنه برم بیرون. دلم به هیچ کدوم از این حرفا نه خوش میکنم که ترامپ رفته نشسته تو کاخ سفید، یا آقای نتانیاهو داره تو اورشلیم داره به اینا مثلا بعد ویرا میگه، نه ناامید میشم که میخوان 15 میلیارد بهشون بدن. من با یه مویز و چشمش سردی گرمی نمیشه. چرا؟ چون واقعیت‌ها رو دارم میبینم، چون دارم میبینم به اندازه خودم، بی سواد هستم، بی شعور که نیستم، دارم به اندازه شعور خودم میبینم داره در جهان چی میگذره. حالا اینو دیگه ملت ایران خودش باید بدونه که اینا میخوان پولو بدن، بدن، شاید بدن، آره، شاید نده، شاید دروغه، شاید اصلا این حرف دروغه، هیچی مشخص نیست. شاید آقای ترامپ همین فردا بره بشینه با علی شیرهی صحبت کنه. مگه با اون یارو با مفکنه صحبت نکرد؟ ماره کره شمالی که مثل سوسیس آلمانی میمونه با اون قیافش. و شاید فردا کجا بدونی علی خامنه ای و ترامپ نشستن در شهر مسقط در عمان با هم گفتگو کرد؟ تو کجا بدونی؟ نکنه همین آقای نتانیاهو دیدی پس داده با حسن روحانی در نیویورک با هم گفتگو کردن. در سیاست قهر ابدی نیست. آقای نتانیاهو به فکر مملکت خودش، لازم باشه شرایطش به وجود بیاد، حسن روحانی هم چراغ سبز بده، یه ماچ بوس هم با هم بکنه، اون بمب که سلام، اونم بمب که مثلا سلام. بله، سپاس از شما. البته خب اگر که کاملا درست میفهمیم 15 میلیارد دلار پولی نیست، اما اینها میتونن با این پول دو سال حداقل دوام بیارن تا در واقع دلشون رو خوش کنن به انتخابات بعدی که شاید جای ترامپ رو شخص دیگری بگیره و اونها باشون کنار بیان.
آقای رضا بلوایه، بله ایشون نوشتن که با سلام خدمت شما، میشه توضیح بدین که چگونه در فردای براندازی ما میتونیم اموال و دارایی های متعلق به ایران رو در صنایع کانادایی و استرالیایی هزینه شده و این دولت های خارجی به هیچ عنوان حتی اجازه سوال پرسیدن را هم نمیدهند به ایران برگردونیم و تمام خسارت این مقدار از دزدی ها رو ازشون بگیریم که به این بیشرفان بیریش و باریش پناهندگی و سیتیزنشیپ داده و مرحله در مرحله اول. بله ایشون سوالشون این بوده از شما. ضمن این که ایشون فراموش کردن اضافه کنن چقدر از پولهای ملت ایران رو به حزب الله و خماس دادن، حزب الله لبنان، شیخ حسن نصرالله که بارها خودش تأکید کرده روی این مسئله که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ما پول داریم و به فعالیت‌های تروریستیمون ادامه میدیم. به هر حال سوالی است که دوست عزیز پرسیده، نظر شما چیه؟ ببین دوست عزیز و هم میهنا، این همون چیزیه که من در طول همین برنامه دارم مدام تکرار میکنم. تو حاشیه نرید، فقط به براندازی فکر کنید. خونه ای رو که هنوز ندارید، این آلمانی ها یه مثالی دارن، میگن پولی که مال خودت نیست خرج نکن. خب تا موقعی که ما صاحب خونه نشیم نمیتونیم وایسیم تو خیابون بگیم خونه رو میبینیم، من قراره برم یه روزی تو این خونه دوست دارم مبلم مثلا بنفش باشه رنگش. خونه رو نداریم، کلید خونه تو جیب کسی دیگه است، ما صاحب خونه نیستیم. وقتی صاحب خونه شدیم مالمون برمیگرده، اینا که مالمون رو خوردن برمیگرده، برمیگردن، خودشون برمیگردن. کجا میخوان برن قایم بشن تو دنیا؟ اون پسر اون یارو سفیر جمهوری اسلامی تو ونزوئلا که میره دست به این کسافتکاری ها میزنه و میاد میزه تو یوتیوب، این پسر ریشکیه، این کجا میخواد تو دنیا قایم بشه؟ فک و فامیل رفسنجانی کجا میخوان برن قایم بشن؟ پسر خاتمی کجا میخواد بره قایم بشه؟ مهناز افشار کجا میخواد بره قایم میشه؟ آقا من پاس آلمانی دارم، آقا من پاس امریکایی دارم، تو پاس کره مریخ هم داشته باشی تو باید برگردی تو کشورت. اگر نمیخوای برگردی مال و اموال تو برمیگردن، چون اونجا میشه یک دولت. یک دولت وقتی تو ایران سر کار باشه نظر پلیس بین المللی شکایت داده میشه، این کسی که شهروند آلمانی شما شده، شهروند انگلیسی شما شده، طبق این اسناد این دزده، یا دزدیاشو بدین یا خودشو برگردونی، اون کشور برمیگردونه اینا رو. اگر بر نگردونه روابطش با دولت شاهنشاهی ایران به هم میخوره. وارد این بحثا نشی، به فکر این مسئله آقا چابهار رفت، آقا این رفت، آقا اینا بمونن همه چی میره. به فکر براندازی باشید، وارد این بحثا نشید عزیزم. دوست عزیزی به نام از آرا سوال کردن که شما میبینید به ما بگین چه کار کنیم. متوجه نشدم برای. میگن که بالاخره ما باید چه کار کنیم، ملت ایران باید چی کار کنن؟ ما یعنی کی؟ یعنی بچه هایی که تو ایران هم؟ بله ملت ایران دیگه، چی کار کنن که بتونن براندازی کنن، هم برای کسانی که خارج هستن، خارج از ایران هم، و هم برای کسانی که در داخل ایران هم. خیلی راحت، به فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم گوش کنید. تموم شد. مگه ایشون نفرمودن مردم یه عده‌ای به اسم تروریست ریختن در داخل کشور؟ مگه نریختن اون موقع که سیل اومده بود؟ مگه از عراق نیاوردن؟ چرا ساکت نشستید؟ چرا اعتراض نکردید؟ اونایی که پول و مال و اموالتون رو خوردن، میرفتید جلو بانک‌ها وای میسادید، داد میزدید، آی پولمون رو خوردین، آی رئیس بانک فلان شده، پول ما رو بدید، کجا رفتید؟ دیدید بازی بود؟ دیدید من هیچ کدومشو نشون ندادم؟ دیدید من وارد بازیاتون نشدم؟ دیدید من وارد بازی کارگران اهواز نشدم؟ دیدید چقدر به من تو تلگرام فشار آوردید؟ آقای احمدی چرا کارگران اهواز و فولاد اهواز رو نشون نمیدید؟ آقای احمدی چرا فلان شهر رو نشون نمیدید؟ آقای احمدی چرا اونجا رو نشون نمیدید؟ چرا من وارد بازیتون نشدم؟ چون میدونستم بازی اطلاعاته. اما چرا وارد بازی بچهای کازرون شدم؟ چون اون خود جوش بود. تو 3 تا 4 تا برنامه هم راجبش صحبت کردم. چرا نمیام وارد بازی آذربایجان بشم؟ آقای احمدی اومدن تو استادیوم پرچم ترکیه نشون دادن، فقط یک بار میام نشون میدم که ما حواسمون هست دارید از این شیطنت ها میکنید، دیگه وارد بازیش نمیشم، دیگه راجبش حرف نمیزنم، یه جمله میگم. حواستون جمع نیست. اگر حواستون جمع باشه میفهمید
که رضا پهلوی داره چه پیامی بهتون میده. رضا پهلوی نمیتونه بنویسه رو کاغذ به نام ملت بزرگ ایران فردا ساعت 9 صبح دم دانشگاه تهران بریزین تو خیابونا بگین جاوید شاه بگین مرگ بر جمهوری اسلامی. این آقا رهبر انقلاب نیست. ایشون رو شما آوردین گشتینش تو قالب خمینی، تو قالب گاندی، تو قالب نلسون ماندلا، تو قالب فیدل کاسترو، تو قالب یک رهبر انقلابی. ایشون پادشاه نه رهبر انقلابی. شما متاسفانه معنای نماد ملی رو متوجه نمیشید. شما متاسفانه معنای نهاد پادشاهی رو متوجه نمیشید. شما میخواین از رضا پهلوی به خاطر اینکه یک 20 سال در تلویزیون ها امثال این اراذل اوباش به شماها فرهنگ پادشاهی رو یاد ندادن، به شما نگفتن فرهنگ پادشاهی یعنی چی، معنای مبارزه یعنی چی، زبان مبارزه یعنی چی، همتون رو گول زدن و شماها میخواین از رضا پهلوی یه شخصیتی درست کنید مثل هوشمینه، مثل ماو. این آقا در اون قالب نیست. ایشون رهبر انقلاب نیست. ایشون پادشاهی است که تاج و تختش را از ملتش میگیره. ملت ایرانه که به این آقا میگه شما شاهی، باعث افتخار ماست. ملت پادشاهی رو به پادشاه تنفیز میکنه. پادشاهی رو به علازه شانشاریان همیشه چی میفرمودن؟ پادشاهی نعمتی است الهی که از طرف مردم به یک نفر داده میشه. این یک نعمت الهی است که در بین این همه آدم یه نفر میشه شاه. همه که نمیشن شاه. شما باید تاجو بذارید رو سر رضا پهلوی، نه رضا پهلوی بیاد بشه رهبر انقلابی شما، به شما بگه مثلا بدو خودمون اتوبوس آتیش بزنید. این آقا نمیتونه، نباید اگر این آقای رضا پهلوی این کار بکنه دیگه اسمش رضا پهلوی بنده به ایشون نمیگم اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، بنده به ایشون میگم آقای رضا پهلوی رهبر انقلاب ایران. همون کاری که شهرام و همایون میخواست با این آقا بکنه که تو دهنش ما زدی. رضا پهلوی فرمانده منه. خب بی شعور وقتی سواد نداری، یعنی سواد داری تو این قسمت، مغرضی، بی شرف. دوست عزیز و هم میهنان عزیز، اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه ایران هستند. ما طرفداران پهلوی باید اعلی حضرت را ببریم ایران و تاج شاهنشاهی رو به ایشون بدیم. چگونه؟ خیلی بهانه زیاده. شما مردم هنوز به اون مرحله نه. من نمیدونم دیگه این چاقو باید به کجاتون بخوره. میگن کارت به استخون رسیده. من دیگه نمیدونم از استخونم باید رد بشه بیاین توی خیابون. نمیدونم چه جوری باید بیاین تو خیابون. اونو به خودتون تکلیفتون روشن کنید. من تکلیفم روشنه که میام اینجا میشینم و با شما ها گفتگو میکنم. البته دوست عزیزی در مورد اینکه آمار خودکشی در ایران بالا رفته پیام داده بودند. متاسفانه در این چند روز اخیر هم خبر ناگواری داشتیم از دختر جوانی که جلوی یکی از سیستم‌های دادگستری جمهوری اسلامی خودش رو به آتش کشیده بود به خاطر پرونده‌ای که براش درست کرده بودند در خصوص حجاب. و در این رابطه هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، برای اینکه این روزها جوانها واقعا اینقدر ناامید شدن، نصفی که اصلا معتادن. حقیقت اینه، متاسفانه حقیقت تلخ از ایران اینه، واقعیت ایران. یه تعداد معتادن از جوانها که درگیر اعتیادشون هستن و جوانی که معتاده خب میترسه که بعد از ظهر بیاد توی خیابون گرفتار بشه، نیروی انتظامی ببرتش و بعد با مسئله اعتیادش چیکار کنه. یه ادم که خب جز آقازاده ها هستن، هیچ دلیلی نمیبینن که بخوان بیان و براندازی کنن، چون زندگیشون مرفه هست و جز لاکچری ها هستن که در آپارتمان های لوکس تهران زندگی میکنن، سوار پورتشه میشن. و یه ادم که کسانی هستن که انقدر گرفتار چرخش زندگیشون هستن که اصلا هیچ زمانی برای خودشون نمیبینن که بخوان این کار رو انجام بدن، چون میگن ما نانآور خانواده هستیم و اگر ما رو بگیرن خب زن و بچه اون از گرسنگی تلف میشن. اینه که الان وضعیت ایران در واقع به این شکله. ولی نسبت به این موضوع جناب آقای احمدی که بعضیا میگن که خب خانمایی که دنبال مسئله حجاب هستن یا این جنبش چهارشنبه های سفید نمیدونم،
من موافقم با این موضوع که زنان ایرانی باید خودشون در مورد حجاب خودشون تصمیم بگیرن، در مورد پوشش خودشون باید تصمیم بگیرن و این قانون باید حذف بشه. اما این قانون تنها قانونی نیست که ضد زنه، ما قوانین دیگه هم داریم در جمهوری اسلامی که ضد زنه، مثل حق طلاق که با مرد، مثل اجازه خروج از کشور که با مرد، قوانین دیگه. چرا به اونها پرداخته نشده؟ چرا همش گیر دادن به مسئله حجاب؟ آیا اگر رو سریا رو شل کنن، اگه فردا جمهوری اسلامی بگه که خیلی خوب ما گذشتیم از این قانون، قانون اساسی رو ما تغییر میدیم، اصلاحات میکنیم، خانوما دیگه میتونن با هر پوششی میخوان بیان تو خیابون، آیا مشکل ما حل میشه؟ فکر میکنین هم یه توطئه است از طرف جمهوری اسلامی؟ عرض کنم حضور شما، اول من در مورد مسئله خودکشی بگم. من قبول دارم که ناامیدی وقتی به انسان رو میاره دیگه رای برات نمونه جز خودکشی یا به دام اعتیاد افتاده، من اینو قبول میکنم، منکرش هم نمیشم، اونم در جامعه که به فساد کشیده شده ایران. ولی این راه نجات نیست، این یک راهیه که تو خودتو نجات دادی. من معتقدم که بچه هایی که در ایران هستید به جایی که خودکشی بکنید، حالا شاید همین الان یه عده نشستن اونم تو این فکرن دیگه، ما اینطوری فرض کنیم، به جایی که خودکشی بکنید خودتون رو نجات بدید. خودکشی کردن خیلی ساده است، میری بالا پر خودتون میزی پایین، خودتون نجات بده. زندگی یک مبارزه است، از اول که متولد میشید تا روزی که میمیرید. هیچ کس هم در این مبارزه پیروز نمیشه، چون هر روز شما یک روز زندگی تو باختی، یک روز پیرتر شدی. پس هیچ کس در این قمار زندگی برنده نیست. منتها سعی کنید که بازنده های خوشبختی باشی، بازنده هایی باشی که وقتی موضوع میگه خب رفتم بازی کردم که ببازم دیگه، نرفت بودم بازی کنم که ببرم. این راه نجات نیست جوونا. بازم بهتون میگم اعتیاد و اون سرگرمی های کاذبی که برای خودتون راه انداختید، من میفهمم میزنید میرقصید پارتی میرید اینا، منم اون سنو گذروندم، ولی این راه نجات نیست. یه بحث کلی اجتماعی است که حالا در این خلاصه نمیگنجه. اما در مورد پرسش که شما مطرح فرمودید، ببینید سرکار بانو پریسا، وقتی که شما به یک جامعه به این شکل میخوای مسلط بشی، این زمان شوروی، لنین وقتی که به جامعه مسلط شد چیکار کرد؟ هر آنچه که در دوران تزار بود از مردم روسیه گرفت، همه چی رو، حتی دینشون رو گرفت. شما در شوروی نمیتونستی بگی به خدا قسم، نمیتونستی بری کلیسا، کلیسایی نبود. شما باید میگفتی سوگند به مثلا به سر مبارک لنین، یا مثلا سوگند به حزب کمونیست. همه چی رو ازت گرفتن. وقتی که میبینن جامعه به یک مرحله‌ای داره میرسه که مثلا فرض بفرمایید داره بهش میگن انفجار، میان از همه آن چیزی که ازت گرفتن یک دونه‌شو بهت میدن. حیواناتی که در سیرک تعلیم میدن چطوری تعلیم میدن؟ گرسنه نگرشون میدارن، تعلیمشون میدن، کم کم بهشون گوشت میدن، کم کم بهشون خورد و خوراک میدن، غذا بهشون میدن، تا هر دفعه بهشون اون قضا رو دادن با شلاق اون تعلیم دهنده یا با تبل اون تعلیم دهنده اینا بگن که آها من اگر این کارو بکنم الان به همین گوشت رو میده، الان به همین خوراک رو میده. اینو دیکتاتور در جامعه پیاده میکنه، چون دیکتاتور به مردم، به چشم مردم نگاه نمیکنه، به چشم حیوان نگاه میکنه. خودشون هم میگن، در همین اسلام میگن، در کمونیست هم میگفتن، در کمونیست میگن جامعه خلق نمیفهمه، خلق رو رهبران خلق باید هدایت بکنن. جملاتشو یه ذره پس و پیش بکنید، اسلام هم همینو میگه. اسلام میگه امت نمیفهمه، این علمای اعلام هستن که باید به امت خط و خطوط زندگی رو بدن، این علمای اعلام هستن که مرشدین جامعه هستن، ارشاد میکنن جامعه رو. برای همین میگن نهی از منکر و امر به معروف، برای همین میگن گشت ارشاد. خب این مسئله حجاب، این فعلا یکیشه، دیدن که نه زورشون نرسید چادر رو، کفنه رو تو سر زن ایرانی بکنن، به مانتو و روسری راضیشون کردن. وقتی که یه زمانی گذشت، دو تا نسل اومد شلاق خوردن، اعدام شدن، چه بلایی بر سر زنان ایران اومد،
یه نسل اومد گفت آقا جون من از این مانتو مدل واسه خودم درست میکنم. جنگیدن سرانجام اون مانتویی که من یادم میاد تو ایران به چه شکل بود، قهوه‌ای و توسی و قضیه روپوش بسیار زشتی بود، اون حالا امروز تبدیل شده به یه چیزی که خیلی قشنگم شده و جامعه اینو قبولش کرده. روسری دیگه اونطوری نیستش که من یادم تو ایران، الان تبدیل شده مثلا خانومه باش گل لوت، اصلا یه چیزی انداخته فقط روسرش. حالا این مانتو و این روسری رو از جامعه میگیرن میگن خیلی خوب لباس مورد نظرت رو بپوش، اما خیال نکنی لباس مورد نظر مثلا میتونی سینتو باز کنی یا دکمه ها باید بسته باشه. سر باز کردن اون دکمه هم یه 4-5 سال طول میکشه. مقصودم این هستش که حلال مشکلات این مسکنا نیست، اینا مسکنای موقتیه. سر درد میکنه یه دونه مسکن میخوره میگه آخه فقط بتام یه 2 ساعت بخوابم، اما اصل قضیه تو باید بری دکتر، تو یه چیزت هست که اینجوری سردر گرفتی. مرزه فرمودی تمام درد قضیه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک عنصر فاسدی است که باعث فساد اخلاقی و مالی در جامعه شده. اعتیاد، فحشا، دزدی، مسائل ناهنجاری های اجتماعی، بزهکاری های اجتماعی، هر چی که شما به اسم منفی به اسم بد تو ذهن تداعی بکنه در جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون اساس قضیه کثیفه. یک میکروبی وارد بدن شده، شما تا این میکروب رو، این ویروس رو، این باکتری رو از بدنت خارج نکنی خوب نمیشی، مگر دو روز موقتا مثلا که آخه یه کمی کم درد دارم، ولی میکروب اون توه، میکروب رو باید کش. جمهوری اشغالگر اسلامی شیعه میکروبه، شیعه برای ملت ایران میکروب بوده، شیعه باعث شده 400 سال ملت ایران در جهل، خرافات، نادانی، بدبختی، کثافت، در هر چی که بدبختی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زندگی کنن. یک دوران کوتاه نیم قرنی پهلوی فقط ما یه نفسکی کشیدیم، اونم چون کاملا نفس نکشیدیم، چون هنوز اثرات شیعه پر ملات باقی مونده بود، هنوز ویتامیناش باقی مونده بود، ویتامینای کثیفش باقی مونده بود، ولی در نهایت ما یه نفسی کشیدیم. بنابراین اصل قضیه همین جریان شیعه است که امروز جوان ایرانی میگه آقا رضا به خود ما از این جمهوری اسلامی متنفریم، ما خیلی هم بدم میاد. ولی خب چیکار کنیم مسلمونیم، این چیکار کنیم مسلمونی رو از خودتون بگیرید. وقتی چیکار کنیم مسلمونی از خودت گرفتی، خودت میای تو خیابون، خودت خرافات رو قبول نمیکنی، خودت دنبال ترویج فساد نمیری، خودت دیگه قبول نمیکنه غیرتت، شرفت که دختر 11 ساله به عقد اون نره خر در بیاد و بقیه ماجراها. اصل قضیه است، وگرنه روسری رو برد. خب بردار. اصلا از فردا خانوما هر جوری دارید، همینطوری که الان شما الان اونجا نشستید، فرض بفرمایید از فردا همه دختر خانوما مثل شما همینطوری بیان تو خیابون. خب بیا. خب چی شو؟ مملکت درست شو؟ فقط درد مملکت این بود که مثلا همه مثل پریسا خانوم الان بیان تو خیابون به این شکل ماشونو بذارن و قشنگ لباس هر چیزی دلشون میخواد بپوشن آرایش کنن تو خیابونا. این نیست. کرامت انسانی رو ازتون گرفتن. ولی صحبت بر سر این نیست که من بدون روسری یا من با کراوات بیام تو خیابون. مشکل من کراوات نیست، مشکل من اون جریان 14 معصومی که بهتون میگم اینه. مشکل من علی شیرئی نیست، مشکل من قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. نه آقای احمدی اینا گفتن برانداز. کیا این اینا رو تعریف کنی؟ کیا؟ نسرین ستوده، نوریزاد، نازیلا گلستان، شهری آقداشلو، رضا پیرزاده، اینها منظورتون اصلا براندازن؟ آها، اگه اینا منظورتونن که هیچی، بزک نمیر بهار میاد، خربوزه با خیار میاد، بشین تا واسه آزادی بیا. اینا دنبال بازی خودشونن، اینا میخوان از دل این جریان 14 معصوم یه دیگه بکشن بیرون که بعد بیان خارج از کشور. من نفر 15 ما نفر این بازی ریشش در اومده. اونی که عاقله میدونه این بازی ریشش در اومده. بله، خب سپاس از شما، برنامه بسیار بسیار خوبی بود، با اینکه میدونم آخر هفته است و تقریبا انرژی ها رو به اتمامه، یک هفته کار و تلاش و این برنامه مضاعف هم به حال روی دست شماست. ما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و به اسرائیل پارس تیوی ملحق شدید. خوشحالیم از اینکه با ما هستید جناب آقای احمدی و سپاسگزاریم از برنامه امشب شما. صحبت آخری دارید؟ پیامی؟ صحبتی؟ والا صحبت که حقیقتش دروغ، چرا من 24 ساعتم صحبت بکنم؟ صحبت دارم و حضورتون عرض کنم که
یکی از صحبتایی که همیشه تو دلم مونده، هر جا به فرصت دادن این صحبت کردم، اینه که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. ملت ایران از بحث کردن بیرون بیایید، بس دیگه، اینقدر اهل بزم نباشید، اهل رزم باشید. من میدونم درد کجاست، درد رهبریته. شما رهبر میخواید در این شرایط. ما باید هر کدوممون خودمون رهبر باشیم. اعلی حضرت نمیتوانند در این شرایط، دنیا این اجازه رو به پادشاه نمیدن که ایشون رهبر بشن، رهبر آزادی خواهی ملت ایران بشن. نه اینکه ایشون نخواد، نه اینکه ایشون نتوانه، ایشون میخواهند و میتوانند. این اجازه رو بهش داده نمیشه. ملت ایران تک به تک ما باید رهبر بشیم، هر کدوم از ما باید بشیم یه رضاشو برای خودم. این تنها حرفیه که میتونم بهتون بزنم. سپاس از شما سرکار بانو پریسای گرامی و همه بینندگان و شنوندگان عرض کنم برنامه و همه عزیزانی که پیام فرستادن و در حال مخالف و موافق. همه ما دلمون باید در مملکتمون بسوزه و من امیدوارم که آقای مانو خدابخشان هم اینطور که فرمودی تکذیب شده باشه و ایشون در قید حیات باشن و هر چه زودتر هم حالشون خوب باشه. به حال سپاسگزارم و شاد و پیروز باشید. تا هفته آینده پنجشنبه که در خدمتتون خواهم بود. پاینده ایران جاوید شد. سپاس از شما جناب آقای احمدی عزیز، بی صبرانه منتظریم تا پنجشنبه آینده در برنامه دیگر با شما همراه و همگام باشیم. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. همه شما رو تا فردا صبح رأس ساعت 10 صبح به وقت اسرائیل با برنامه های شاد 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 اسرائیل پارس تیوی به خدای یکتا می سپارم. 10 صبح به وقت اسرائیل فراموش نکنید برنامه ها رو دنبال کنید، از ما حمایت کنید، به دوستانتون حتما 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 توضیح بدید، پیشنهاد کنید برنامه های ما رو ببینن. این رسانه یک رسانه مردمی است و فقط با کمک شماست که ما میتونیم نقطه کوچکی باشیم در این اقیانوس و بتونیم نقشی بازی کنیم در فردای آزادی ایران. سپاسگزارم از همه شما عزیزان. تا فردا، خدا نگهدارتون، روز و روزگارتون خوش. منم آن که به تنگ آمد از این تکرار زلت بار بی حاصل، همان موجی که می کوبد پیا پی مشت بر آرام ساحل. براندازم براندازم تو پایانی، من آوازم من ایران را به خشت جان دوباره باز می‌سازم، خودم می‌سازم از نو سرنوشتم را، خودم باید بچینم کار و کشتم را، جهنم ساختی از روزگار من، خودم پیدا کنم راه بهشتم را. از بچگی با کوله باری از زندگی، چه گویم از حکایتی، اونجا نبود محبتی، ز شهر سر
سعدی و حافظ، ندا کردم خدا حافظ. با همه عشق و دلدادگی رفتم ز شهرم به آبادگی. ایران ای کشور عزیز، ایران تو ای خاک بی نظیر، ایران ای مادر زمین، ایران به این چطور شدم اسیر. تواضع در خانه خدا، زانو زنم به دعا و ثنا، خدایا در این جهان قشنگ کس نباشد به دشمنی و به جنگ. کبوترهای صلح و صفا هر بکشن به لونه ها، سبز و سرخ و سفید اون چه زنن به یک امید. ایران ای کشور عزیز، ایران تو ای خاک بی در این جهان قشنگ کس نباشد به دشمنی و به جنگ. کبوتران صلح و صفا پر بکشند به دنیا، گلهای رنگین پرچم ایران سبز و سرخ و سفید غنچه زنند